از نخستین خبر اون هم جابجایی نیروهای امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات سحرگاه جمعه به وقت محلی تهران. همین ساعتی پیش صحبت کردم که خبرگر نخستین مرکزی هم بود، نخستین خبرگزاری مستقلی هم بود که این اخبار رو منتشر کرد و عکس‌های دال بر اون نشون داد که در صبحگاه جمعه مقدار متنابهی از نیروهای نظامی به حومه شهر تهران در منطقه شهر ری و پادگان خاورشهر منتقل شدند و گشت‌های ارشاد همونجوری که دوستان هم نشون میدن، گشت‌های ویژه نوپا و ماشین‌های ضد شورش هم در برخی معابر مرکزی شهر تهران در حال تردد هستند. این فیلم‌ها لحظاتی پیش برای شبکه‌های خبری ارسال شد و ما این افتخار داریم که اینها رو برای اولین بار نشون میدیم. آقای کوثر، از شما بشنویم وضعیت جابجایی نیروهای نظامی امنیتی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور رو. دیروز برای ما دوستان از شهرهای مختلف گزارش دادن که در حاشیه بعضی از شهرها که در سال 88 شاهد بروز درگیری‌هایی بودن، بعضی از نیروهای ویژه به طور آماده باش عملا مستقر هستند و از طرف دیگه فقط نیروی انتظامی و نوپو و به قول معروف نوهد و اینا نیست، بخشی از نیروهای سپاه هم آماده باش هستن، منتها هنوز بیرون نیومدن و در بخشی از پایگاه‌های بسیج از دو سه روز گذشته ظاهرا آماده بودن. به نظر میاد که برخی از جماعت سپاهی به ویژه به واسطه حساسیت‌هایی که اخیرا پیش اومده و پیام‌هایی که تیم‌های جنگ روانی دو طرف داشتن ارائه می‌دادن، سپاهی‌ها حساسیتشون رفته بالا. وقتی که پیامی نقل شد از آقای سردار سلیمانی که به نحوی فکر می‌کردن حمایت کرده از روحانی، اومدن و در خبرگزاری فارس که متعلق به سپاه هست این رو شدیداً تکذیب کردن و به عنوان یک بی‌اخلاقی ازش نام برده شد. به نظر میاد این بازی‌ها کار تیم‌های جنگ روانی باشه که هر کدوم سابقه امنیتی و اطلاعاتی بسیار طولانی دارن، منتها تیم آقای روحانی از منظر اطلاعاتی قوی تره، تیم آقای رئیسی از منظر نظامی قوی تره. حالا باید ببینیم که میزان حساسیت‌ها در ساعت اول روز چقدر بالا میره. این اگر خاطرتون باشه سال 88 چنین موقعیتی نبود و عملا دستگاه‌های انتظامی و امنیتی شوکه شدن بعد از دو سه روز که حالت به قول معروف جنبش سبز ایجاد شد، اون چیزی که به عنوان واکنش مردمی ما می‌شناسیم، و فکر می‌کنم آماده باش از یک طرف اهمیت داره، از طرف دیگر کنار گذاشته شدن آقای ناطق نوری رو هم بایستی روش اینجا بله حتما به همین مسئله در طول برنامه خواهیم پرداخت. آقای دایی، مشخصا نیروی انتظامی با انتشار بیانیه اعلام کرد که امنیت، تأمین امنیت نهادهای انتخاباتی از جمله شعب اخسرای در سراسر کشور رو به اتفاق بسیج و سپاه پاسداران تأمین خواهد کرد و تضمین خواهد کرد. سپاه پاسداران و بسیج مشخصا هر دو متهم به طرفداری از آقای روحانی و از آقای رئیسی و فعالیت ستادی برای حمایت از ستادهای تبلیغاتی آقای رئیسی هستند. حسن روحانی در مناظرات اعلام کرد که نهادهای انقلابی امنیتی که مشخصا منظورش سپاه بود تأمین کننده بود بخشی از بودجه انتخاباتی و البته جمع‌آوری سیاهی لشکر در میتینگ‌های انتخاباتی آقای ابراهیم رئیسی است. این واگذاری تامین امنیت به سپاه آیا میتونه زمزمه تقلب، زمزمه مهندسی آرا یا آرای پادگانی رو در جامعه ایجاد کنه؟ راستش من فکر میکنم که علارغم بسیج فوق‌العاده‌ای که کردن، من شخصا یاد ندارم در 20 سال گذشته که به اصطلاح در زمان انتخابات جنگ و جدال بین دو جناح اصلی حکومت همیشه بوده، این مقدار سپاه و خامنه‌ای برای یک کاندیدا بسیج کرده باشن. هرگز اینطور نبوده. اصلا برای ناطق نوری که زیاد سرمایه خرج نکردن، برنامه ریزی جدی نبود و دور قبلی هم حتی در جریان مناظره ولایتی که با خود خامنه‌ای در حقیقت اومد جلیلی رو خراب کرد، هیچ وقت نبوده که روی کاندیدایی که در رابطه با رهبر و سپاه باشه این میزان سرمایه گذاری کرده باشن. خب با توجه به نفرتی هم که در جامعه از خامنه ای و سپاه و از کل یعنی اینا رو مظهر نظام بیشتر میدونن هست، طبیعتا اون تعدادی که رأی خواهند داد
به خاطر حرص و دشمنی با اینها شده میرن ممکنه به روحانی رأی بدن، اون بخش که رأی میدن. بنابراین احتمال این که بخوان تقلب بکنن خیلی بالاست. چرا؟ چون بالاخره یه مهره مهمی رو آوردن دیگه، بالاخره رئیسی رو، رئیسی آدم کمی نی. فقط هم بعید میدونم که اینا به نجه رسیده باشن که به خاطر نارضایتی از عملکرد روحانی یا مثلا حساب باز کردن روی بسیج خودشون بتونن این تو صندوق ها در بیارن. حتما رو تقلبم حساب باز کردن، من شخصا این رو فکر میکنم. من اینکه تمام برآورده ما اشتباه باشه، واقعا نه انقدر نیرو پیدا کردن یا به اصطلاح انقدر نارضایتی از روحانی زیاده که فکر میکنم میتونم ببرن، من فکر نمیکنم. من فکر میکنم که بحث تقلب بحث بسیار جدیه و به خصوص در روستاها، در شهرهای کوچک امکانش برای سپاه و بسیج بیشتره. بنابراین یکی از عواملش این میشه، ولی اینا همه در کنار هم، یعنی واقعا این نمایش انتخابات در نظام جمهوری اسلامی با اینها رو در یک زمان از هر 7-8 زاویه نگاه کرد، چه فایده‌ای برای حکومت داره، چه بیم‌هایی داره، چه خط قرمزهایی هست، اگه این طرف بشه چی میشه، اون چی میشه، طرف‌های خارجی چی میشن، مرشورش نشه، همه اینا هست. بنابراین یکیش همینه، احتمال تقلب، که من فکر کنم جدیه. بی‌نهایت سپاسگزارم آقای دایی. نیکو هنگ عزیز، اشاره کردی به اون چه که خبر استعفا یا عزل آقای ناطق نوری، اون هم دقیقا در ساعت پایانی روز قبل از انتخابات، رئیس دفتر بازرسی دفتر رهبری در جمهوری اسلامی. عزل یا استعفا، کدام یک؟ من دیروز بعد از ظهر خبری دستم رسید از یکی از منابع خیلی معتبر که در طول سالهای سال خبر اشتباه ازش نگرفتم، گفت که ناطق نوری عزل شده، اما اینکه حکمش به چه صورت اعلام بشه هنوز معلوم نیست و اینا منتظر بودن که ببینن چه اتفاق میفته. و ما ساعتها بعدش دیدیم که اوایل صبح دیگه روی سایت زدن که ایشون به خاطر اینکه نمیخوان در حقیقت موقعیت حقوقیشون، محلی رو که در کار میکنه رو خدشه‌دار میکنه به خاطر حمایتی که از روحانی کرده، ایشون کناره گیری کردن. اما داستانی است که ایشون به خاطر اینکه اول داماد آقای رسولی محلاتی رابطه بسیار قوی سالهای سال با بیت رهبری داشته، اما در طول چند سال اخیر نزدیک شد به هم اصلاح طلبان حکومتی و هم هاشمی رفسنجانی و مقداری دلخوری ها افزایش پیدا کرد. اما اینکه در این مرحله ایشون بیاد و ناگهان حمایت بکنه از روحانی به این شکل، باعث میشه که مشخصا کسانی که نزدیک به آقای مجتبی خامنه‌ای هستن و آقای طائب در اطلاعات سپاه، حساسیتشون رو ایشون بره بالا و به نظر میاد که از این طریق در حقیقت رهبری رو تحت فشار ممکنه گذاشته باشن یا ازشون خواسته باشن که آقای ناطق رو عزل کنن. تا الان هیچ خبری رسمی دال بر عزل منتشر نشده، اما چیزی که برای ما دیروز عصر رسید عزل بود و تا الان چیزی که ناقضش هم باشه نرسیده. بسیار سپاسگزارم آقای دایی. با توجه به اینکه بسیاری از کنشگران در دنیای آزاد انتخاب مجدد حسن روحانی و این اونچه که شما بارها و بارها دکان نمایشی دموکراسی در ایران ازش یاد کردید رو دلیلی برای بقای رژیم میدونند، پس چرا گروه کثیری از ایرانیان خارج از کشور در همین مدت شروع به تبلیغات گسترده برای آقای رئیسی کردند، برای آقای روحانی کردند؟ معذرت میخوام. عرض کنم که ببینید، این پدیده شرکت در این نمایش که خب حالا واقعش اینه که ما وقتی میگیم نمایش انتخابات، که خب نمایشه این دیگه، حرف ما که نیست که. حتی خیلی از اونایی که میرن رأی میدن خودشون میگن دموکراتیک نی، انتخابات نی، ولی مثلا ما رأی میدیم که مثلا رئیسی نیاد مثلا. یعنی خود اونا هم قبول دارن که انتخابات، یعنی وقتی چند تا آدمای خود حکومت رو میذاری میگی میون اینا انتخاب بکن که در چارچوب نظام هم بتونن کار کنن، نه خارج از نظام، خب که انتخابات نیستش که. اما دلایل مختلفی داره اون تعدادی که شرکت میکنن، همه رو نمیشه از یک به صورت زاویه نگاه کرد، با یک معیار قضاوت کرد. یکی خب مردم عادی هستن، به حسابهای مختلف ممکن اونو که رأی میدن رأی میدن، خیلی هاشون آگاهی ندارن، دچار توهمن، خیلی هاشون تبلیغات حکومت روشون اثر کرده، ترس، تمام این داستان رو ترسه.
تمامش رو ترسه. که ببینید اولا اینکه اگر این نباشه چی میخواد بشه؟ خب میشه مثل سوریه، یعنی ترس از سوریه. بالاتر از اون آقا، همین که تو میری تو خیابون خانم، یک کمی به هر صورت ما تو یک کمی بیرون کاری نداریم، میری تو خیابون بستنی میخوری، گاگای بوقی برای هم میزنی، نمیدونم از این مینیمم هایی که آدم تعجب میکنه در قرن 21 به این مینیمم ها آدم ها دلشون خوش باشه. ببین ممکنه رئیسی بیاد همین دارم از دست بدی، یا جلیلی اون دفعه قرار بود بیاد، ببین همین دارم از دست بدی. یعنی رو این، خب این خوب کار کرده. به خارج که میرسیم بازم این ترس ممکنه باشه که آه رئیسی بیاد بریم حالا رأی بدیم فلان. ولی یه چیز دیگه هم هست و اینه که اولا من شخصا اعتقاد دارم برای خیلی از کنشگران سیاسی، فعالان سیاسی که سالیان سال خبره سیاست بودن و مردم رو دعوت میکنن به شرکت، بحث اصلا نه بحث بد و خوبه، نه بحث نمیدونم حالا بریم سوریه نشه، بحث و دعوا سر اینه یک کلام که این رژیم باید باشه یا نباشه. همین، اونا صلاح خودشون و صلاح زندگی خودشون در بودن این رژیم میبینن. اینو من تردید ندارم، رو تجربه شخصی، رو دیدن افراد میبینم. بنابراین این یک کاتگوری خاصی هم با اینا هم نمیشه بحث و کلنجار رفت، بخواهیم منفعتشون رو اینه. بسیار بالا بریم پایین. بسیار سپاسگزارم آقای دایی، برمیگردم بهتون. اما آقای کوثر، چهره هایی هم در داخل ایران از حسن روحانی حمایت میکنن و نمونه بارزش فیلمی بود از گرد همایی ایشون در استادیوم آزادی. اینها چرا؟ آیا واقعا قبول میکنن؟ مثلا یکی از چهره هایی که در این میانه بود خانم باران کوثری بود، صحبت های بسیار قشنگی هم میکرد، ولی آدم فکر نمیکنه این صحبت با حسن روحانی محقق باشه، یعنی جور در نمیاد اینا با هم. چرا جامعه الیت و روشنفکر کشورمون اینجا میسته که از ترس ابراهیم رئیسی مردم رو تشویق کنه از یک قاتل دیگر، یک جانی دیگر، یک شیاد دیگر حمایت کنه؟ ببینید، ما در تعریف کلمه روشنفکر بایستی تجدید نظر کنیم. روشنفکر سالها پیش در یک جلسه رامین جهانبگلو اومد و تعریف کرد، حالا نقل میکرد، که روشنفکر کسی است که دائما به دنبال حقیقتی دست نیافتنی باشه، یعنی دائما به دنبال یک حقیقت ایدئال باشه. آیا کسی که به دنبال دروغ هست، کسی به دنبال فساد هست، کسی که به دنبال یک جنایتکار میشه آرزوش، آیا میتونه روشنفکر باشه؟ آیا فردی مثل سروش، فردی مثل گنجی، افراد دیگه که خودشون رو روشنفکر دینی مینامن و خودشون رو تحویل میگیرن میتونن روشنفکر باشن؟ کسانی که در حقیقت دارن توجیه میکنن مشارکت در انتخابات یک ساختاری که هم جنایت میکنه و هم نسبت به حقوق انسانها بیتفاوته و یا نگاه منفی داره و از منظر اقتصادی بسیار فاسده، مملکت رو غارت کرده، منابع طبیعی ایران رو از بین برده، به خود قوانین بندهای قانون اساسی پایبند نیست در مورد منابع طبیعی و یا اجرای اصول مختلفش بجز اون چیزایی که به نفع گروه محدودی هست، چه کسی میتونه ادعا کنه که روشن فکره و از این جماعت حمایت میکنه؟ از طرف دیگر شاهد هستیم که بسیاری از استادان دانشگاه در خارج از کشور به ویژه آمریکا دارن از آقای روحانی حمایت میکنن. کسانی که از دانشگاه بسیار معتبری هستن، متاسفانه نام نبرم بهتره، مثل استنفورد، از آقای روحانی که مستندات دزدی علمیش در همه جا الان پخش شده و همه دارن میبینن که چه عملا جنایت علمی مرتکب شدن و به ایشون مدرک دکترا دادند. میدونید که وزرای مختلف آلمان عزل شدن، یک نخست وزیر در مجارستان برکنار شد، خیلی از مقام های دولت های کشور مختلف به خاطر چنین چیزهایی کنارگیری میکنن برای تمام عمرشون از سیاست. مثلا خیلی جدیه. اما در ایران شما به یک نفر بگین که آره این آدم دزدی علمی کرده و فلان، خب باشه اشکالی نداره. مسئله این است که ما در خیلی از اصول شرافت رو گذاشتیم کنار. شرافت کار که الحمدلله نداریم، مدت زمانی که در طول کار مفیدی که شما در ایران میبینید انجام میشه چند دقیقه هست در طول 8 ساعتی که کار میکنن برای درس خوندن. خب همه میرن تز میخرن، رساله میخرن و دزدی میکنن.
خب این میشه یک قاعده ای که در طول 38 سال اصول اخلاقی عملا از بین رفته. وقتی که اصول اخلاقی از بین رفته باشه، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور میان بخشی از هم میهنان عزیز ما، خب حتما بایستی به روحانی رای بدن. من اینطوری نگاه میکنم که این افراد نه دیگه از نظر من روشن فکرن، نه صاحب نظر هستن، آدم هایی هستن که به خاطر منافع و به خاطر اینکه پروژه بیشتری بتونن بگیرن از مؤسسات دیگه، حاضرن در مواقعی این چنین سر بزنگا تغییر رنگ بدن. بسیار سپاسگزارم نیکانگ کوثر عزیز. آقای دایی، آقای حداد عادل، آقای دایی ما، آیا من ارتباطم آقای دایی برقرار هست؟ آقای کوثر، تا آقای دایی رو برگردونیم به شما برگردم. آقای حداد عادل که خب تقریبا برای همه ما مشخص هست که چه رابطه‌ای با دفتر رهبری دارد، معیناً اعلام کردن که پیروزی آقای رئیسی در دور اول انتخابات قطعی است و این اظهار نظر از سوی چنین مقامی در چنین سطحی از ارتباط با دفتر رهبری جمهوری اسلامی مشخصاً میتونه نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی تلقی شه. آیا واقعاً سیاست حکومت به کرسی نشاندن آقای رئیسی است؟ من به چند دلیل نمیتونم مطمئن باشم، گرچه شواهد زیاد هست درباره این که بیت رهبری علاقه داره که آقای رئیسی به چنین موقعیتی برسه، اما تردیدهای خودم رو حفظ میکنم. آقای خامنه ای کاری که همیشه در هنگامه های انتخاباتی انجام میده این است که با توجه به دانشی که داره از تنفر بخشی از مردم نسبت به خودش، شرایط رو طوری تنظیم میکنه که مردم در انتخابات مشارکت بکنن. یک روز یا دو روز قبل از انتخابات میاد اعلام میکنه که بیاین رای بدین، حتی اگر با ما مخالفین نظر خودتونه بگین چون نظر شما مهمه. دفعه قبل این بود دیگه. بله. این دفعه هم اومدن و دعوت کردن مردم رو به مشارکت در انتخابات، اما تا یک چیزایی راجع به نظم و راجع به بحث‌های مختلف هم مطرح کردن، نه اینکه از آزادی‌ها برخی سوء استفاده می‌کنه. ما نمی‌دونیم در ایران آزادی وجود داره که ازش سوء استفاده بشه. آقای خامنه‌ای از موقعیت معمولاً استفاده می‌کنه برای اینکه رأی رو ببره بالاتر. آقای روحانی نماینده آقای خامنه‌ای بوده، با آقای خامنه‌ای از سال 59 کار کرده، زمانی که آقای خامنه‌ای مسئول برخی مسائل دفاعی بود در مجلس، منتها بعدن که رئیس جمهور شد آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی رفت در دامان آقای هاشمی رفسنجانی و بعدها هم آقای روحانی با وجودی که نزدیک به هاشمی رفسنجانی بود اما رابطه خودش رو با آقای خامنه‌ای به خوبی حفظ کرد و مدتی هم نماینده آقای خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی بود و همینطور در مجمع حضور داشت. شما اینا رو که نگاه بکنید میبینید که این رابطه همیشه وجود داشته و وقتی صحبت میشه از این که چه کسانی تایید کردند حصر آقای موسوی و کروبی رو، یکی از افراد تایید کننده آقای روحانی بوده، صاحب امضا بود رو اون قضیه به عنوان نماینده رهبری. وقتی نگاه میکنید به این مسئله، منتها برخی از شهروندان که با معمولا میگن حافظه‌شون از ماهی توی تونگ یکم کمتره، چون هر وقت دور میزنه فکر میکنه تازه اونجا رسیده، برخی شهروندان یادشون میره این چیزا رو که آقای روحانی همون فردی هست که در سال 1359 خواستار دار زدن در ملأ عام افسران وطن پرستی شد که در کودتای نوژه شرکت کرده بودند. امروز این فیلمش همه جا پخش شده، من برای دوستان فرستادم که اگر حالا نشون بدن این رو، به نظر من موقعیت خوبی هست. آقای روحانی سال 59 خواستار قتل عام این افسران وطن پرسته. وقتی شما این رو نگاه میکنید، اگر آقای روحانی سال 1159 رفته بود در دستگاه قضایی و میخواست مقام مافوق رو راضی نگه داره، آقای روحانی خونخوارتر میشد یا آقای رئیسی؟ وقتی آقای روحانی در سال 1358 اواخر 58 در گفتگو با جمهوری اسلامی توجیه میکنه و تایید میکنه اشغال سفارت آمریکا رو، حالا میاد اشغال سفارت عربستان رو به عنوان یک فاجعه بهش نگاه میکنه. آقای روحانی ببینید مطابق زمان در حقیقت تغییر میکنه، نه برای اینکه خودش تغییر کنه، مطابق مد زمان
حرفاشو تغییر میده. به قول معروف میگن مردم تغییر نمیکنن، منافعشون هست که تغییر میکنه، و آقای روحانی یک نماد چنین تغییراتی است برای منافع خودش. منتها اگر شهروندان هوشیار باشن، بخش عمده ایشون، طبیعتا آقای روحانی و یا آقای رئیسی بازی رو نخواهند برد. من اعتقاد دارم که آقای خامنه ای بر اساس یک بازی میاد میچرخونه همه رو، نهایت استفاده رو میبره. هر کی هم که رأی آورد، آقای خامنه ای ضرر نخواهد کرد. ولی آقای رئیسی اگر ببره، اگر آقای رئیسی ببره، افراد نزدیک به آقای خامنه ای که توی سپاه هستن، سپاه قدس هستن، توی قرارگاه خاتم الانبیا هستن، به خاطر منافع بیشتر اقتصادی راضی تر خواهند. بسیار ممنونم آقای دایی عزیزم. این چهره ای که آقای کوثر از آقای روحانی ارائه کردن که قریبه به یقین، یعنی قطعا این حقیقت هست و قریبه به اونچه که اسناد و مستنداتش هم از لحاظ تصویری و مکتوب در دسترس همگان بوده و هست، یک چهره اصولگرای تندرو خشن، اما اونچه که امروز در مورد آقای رئیسی مطرح میشه، آیا آقای روحانی تغییر کرده و اصلاح طلب شده، یا آقای ناطق نوری تغییر کرده؟ آقای ناطق نوری که خیلی از، حالا حداقل من و آقای کوثر فکر میکنم هر دو تامون از اینکه آقای ناطق نوری رأی نیاره رفتیم به محمد خاتمی 2 خرداد 76 رأی دادیم، ولی آقای ناطق نوری تغییر کرده یا این ماییم که تغییر کردیم به ناطق نوری و حسن روحانی رضایت پیدا کردیم در مقام جوانان، حالا اصلاح طلب یا هر چیزی در جامعه، طبقه عامی جامعه؟ عرض کنم که آقای نیکوهنگ خوب یادشه، چون بودن ایشون در این جریان، که 20 سال پیش دقیقاً وقتی که خرداد 76 شد، بحث 2 خرداد و اصلاحات و اینا شد، شعارها چی بود، حرفها چی بود، انتظارات چی بود، جوخت قوانین، یادتونه که لوایح دوگانه، انتخابات رو فلان میکنیم، اختیارات رهبر محدود میکنیم، فلان میکنیم، نشدید، یادتون که چقدر بالا بود انتظارات. نخیر، انتظارات اردن پایین، انتظارات اردن پایین، همین با ترس که آقا جلیلی نیاد، آقا رئیسی نیاد، آقا مثل سوریه نشیم، مثلث جیم نره مجلس خبرگان، یعنی انتظارات اردن پایین. فرهنگ ذلت قاعدش اینه که هیچ وقت بیه پایین تر. ولی مهمترین کاری که اینا میکنن اینه، یعنی مهمترین کاری که، خدمتی که روحانی اینا میکنن به نظام و رفقای خارج کشورشون چیه؟ یه پتانسیل عظیم برای تغییر در این مملکت هست. نگاه بکنید دیگه، درست. یه جایی که باز میشه، یه کمی شل میکنه حکومت موقع انتخابات، میبینید تو خیابونا شعارهایی که میدن که رفتی به انتخابات نداره، شعارهایی که میدن معلومه با کل نظام مسئله دارن. ببینید چه انرژی هست، چه پتانسیلی هست. کار نظام چیه؟ کار اینا چیه؟ اینا رو میارن کانالیزه میکنن تو انتخابات، کانالیزه میکنن در رأی دادن به یکی از دو کاندیدا، که پس بعد اگه روحانی شد همه خوشحال میشن، یه دفعه پفا همه میخوابه، همه پفا. ببینید 4 سال انتظارات که آقا وضعمون بهتر شه، آقای روحانی، نمیدونم، روحانی سنج، صدروز، وعده، وعید، از حس در میاریم، نمیدونم، حقوق شهروندان، هیچ کدوم که نکرده که. انتظارات بسیار بالاست، پتانسیل زیاد بالاست، ولی همین کاری کردن که اگه روحانی پس وعده بشه همه خوشحال میشن که ما بردیم، دوباره پفا میخوابه. تازه 4 سال پیش انتظارات بعد از جنبش 88 بود، یعنی مردم مثل آتش فشان بودن. 4 سالی دیدید چجوری روحانی اومد همه رو مصادره که جهت دادن. اول انقلاب تو دانشگاه این طرف اون طرف همیشه با بسیج، و اون موقع بسیج نبود، همه چماق‌کشا، همیشه درگیری بود، تظاهرات میکردن اینا، تظاهرات. یکی از شگردا این بود اصلا که آقا تظاهرات که خب راه میفته، نمیتونی جلوشی بگیری که، برو تو تظاهرات شعارهای خودتو بده، اصلا همراه شو، برو بشو همراه اونا. میرفتن این حزب اللهی‌ها، کارشون این بود، قاطی میشدن، یکیشون یکی دیگر رو دوش میگرفت، اون که رو دوش میگرفت تندتر از همه شعار میداد، بعد یه شعارها رو عوض میکرد، بعد مسیر تظاهرات رو عوض میکرد، بریم توی خیابون، بریم توی خیابون. بابا این شگردشونه. روحانی نقش اپوزیسیون داره بازی میکنه، نقش اپوزیسیون، یه سری حرفای دل مردم رو میزنه که همه که اگه بهش رأی دادن، حالا ببینید فردا اگه انتخاب شه همه انگشتای پیروزی میره بالا، داخل خارج، پیروز شدی. چی شد؟ یه آخوند جنایتکار
شده رئیس جمهور که ما 4 سال بعد بعد بودیم تو خارج بگیم آقا این انتخابات مشروع نیست، این نماینده ما نیست، این رئیس جمهور مردم ایران نیست. اینو میگن هنر. بسیار کانالیزه کردن انتظارات مردم، پف مردم رو خوابوندن هر 4 سال یه بار. بسیار سپاسگزارم آقای دایی. قطعا ابعاد این سیاهکاری بزرگتر از اون چیزیست که در این گفتگوی کوتاه یک ساعت و نیمه ما بگنجه، ولی با توجه به اینکه الان در تهران ساعت 6:30 صبح روز جمعه هست و تقریبا بسیاری از کسانی که قصد دارند در انتخابات شرکت کنند فکر میکنم تصمیم قطعی خودشون رو گرفتن که میخواهند به چه کسی و به چه دلیلی رأی بدن، ولی با همه این حرف ها بیان این جمله ها میتونه زمینه رو برای آگاهی بیشتر و فهم بهتر از قضیه باز کنه. آقای کوثر، خیلی ها به روشنفکران اشاره کردید، چه روشنفکران داخلی چه روشنفکران خارجی. آقای دایی هم ترسیم کردن شرایط کلی رو که جامعه هر 4 سال یک بار در اون قرار میگیره و خب به جای اینکه یک مسیر دنباله‌داری رو پیش بریم دور یک حلقه تسلسل باطلی گرد این چرخه‌آسیا همچنان میچرخیم بی هیچ اینکه همیشه به جای اولمون برمیگردیم. ولی چرا جامعه گوشش در مقابل بسیاری از این حرف ها سنگین شده؟ چرا بخشی از یا این نمایشی که نشون میدن همه جامعه نیست، یا این که به هر حال نمیدونم چند درصد احتمال داره که گوششون در مقابل این حرف ها سنگین شده باشه و اونها رو جدی تلقی نکنن؟ آیا آماری از این مسئله وجود داره که چه کسانی موافقن و چه کسانی مخالفن؟ ببینیم ما چند تا مشکل داریم اینجا، بیایم تقسیم بندی بکنیم که چه کسانی ممکنه بیان رأی بدن. در نظر بگیرید که ما در طی چند سال گذشته تعداد حاشیه نشین هامون از 11 میلیون نفر رسیده به 16 میلیون نفر و از این 16 میلیون نفر حدود همون 10 خورده میلیون نفرشون حلبی نشین هستند. اینها کسانی هستند که به امید شرایط بهتر یکی از راه چاره ها رو مشارکت در انتخابات میدونن. در نتیجه از این گروه شما نمیتونید انتظار داشته باشید که بخوان رأی ندن. میمونه طبقه متوسط و حالا گروه هایی که نگاه سنتی دینی دارن. ببینید آقای رئیسی اولا تکیه داره اینکه رأی حاشیه نشین ها رو به دست بیاره و رأی بخش از اونهایی که به طور سنتی میان به جناح راست رأی میدن. مجموع اینها رو بذارین رو هم دیگه بایستی چیزی حدود بین مثلا 12 میلیون تا 17 میلیون در نظر بگیریم باشه. اگر در نظر بگیریم 56 میلیون نفر میخوان بیان رأی بدن، امکان رأی دادن دارن و بعد حالا میزان مشارکت رو هم در نظر بگیریم، فرضاً بعضیا میگن ممکنه تا بین 65 تا 70 درصد برسه. ببینید چند میلیون، ببینید بالای 35 بالای 38 میلیون نفر باید بیان رأی بدن دیگه عملا. اگر چنین رقمی داشته باشیم، بخش از کسایی که میان رأی میدن همشون در جمهوری اسلامی به دنیا اومدن، تحت این شرایط بزرگ شدن، کتاب‌های آموزش پرورش رو خونده، گوششون پر هست از یک نوع تبلیغات و نسبت به اون واکنش سیستم هم میدونه که از اینها چطوری مشارکت بگیره و کارشو ببره جلو. اینها قوانین و قواعد سیستم رو پذیرفتند. چه گروهی میان و زیر سوال میبرن قواعد و قوانین رو؟ کسانی که از نظر سنی به نظر من پیرتر شدن، یا یک سری از جوانترهایی که از طریق اینترنت دنیا رو دیدن و میخوان فراتر از عادت‌های سیاسی برن جلو. ولی همون کسانی که پیش رو هستن در طول این انتخابات، من این رو دیدم که چقدر مورد حمله دوستان سبز و بنفش قرار گرفتند و خیلی هاشون عملا تهدید شدن که دیگه کسی باشون کار نخواهد کرد، ارتباطا باشون قطع میشه و تنها میمونه. این وقتی اینا رو نگاه میکنید و میبینید که سردسته در حقیقت ترور شخصیتیه، سردست‌های ترور شخصیتی کسانی که مستقل میخوان عمل کنن کجا هستن؟ در خارج از کشور هستند. خیلی از اینا میان میگن با اینها این نوع برخورد ها رو بکنید. به نظر میاد خیلی از این دوستان ایرانی اصلاح طلب اومدن خارج از کشور، روش‌های تبلیغاتی و ضد تبلیغ رو در خارج از ایران یاد گرفتن از ستادهای تبلیغاتی، حالا کمپین‌های مختلف دارن نوع منفیش رو می‌فرستن اون طرف برای اینکه تحت فشار بگذارن یک سری آدم‌ها رو، و بعد روش‌های دروغی که به کار می‌برن. ببینید آقای امیر انتظام رو اعلام کردن که میاد و به آقای روحانی رأی میده، معلوم شد چنین چیزی نیست. یعنی حتی میان یک گروه قدیمی مثلا اسقسطاری مثل جبهه ملی رو اینچنین بازی میدن، میان افراد مختلف از منظرشون اعلام میکنن که آره اینا مشارکت میکنن، اما ببینید کیا مشارکت نمیکنن. آتنا دائمی مشارکت نمیکنه. آتنا فرقدانی گفت ما رأی نداریم.
و به دروغی که مسعود بهنود ازش نقل کرده بود که گفته بود که آره این در انتخابات شرکت کرده بود. نه، انگشت سفید آتنا فرقدانی وقتی از زندان آزاد شد نشان میداد که موقعیتش چی بوده و در زندان چقدر اذیت شده بود از سوی همبندی های اصلاح طلب، آنچه که ما شنیدیم از منابع مختلف. چیزهای دیگر رو بذاریم کنار همدیگه نگاه کنیم، میبینیم یک فضای درست میکنن که اگر کسی بخواد به طور مستقل مخالفت بکنه با سیستم و بگه ما فراتر از سیستم رو باید ببینیم، باید به طور واقعی ساختار رو اصلاح کنیم، نه به دنبال استمرار باشیم، اینا میان ترور شخصیتش میکنن. خارج از کشور هم همینطوره. الان دیدیم که برخی از فعالانی که اعلام کرده بودن که تحریم میکنن و یا مشارکت نمیکنن، امتناع میکنن، میگن که آره در به خاطر شرایط خاص ما شرکت میکنیم. چطور شد اینا چرخیدن؟ درسته. یکی این که به قول معروف به نظر من بعضی از اینا به قول آمریکایی میگن ستون فقرات ندارن. از طرف دیگه به نظر میرسه برخی از این دوستان میترسن از اینکه تنها بمونن. به نظر من بایستی یک مشکل رو حل بکنیم، این هست که اگر فعالان سیاسی وقتی در چنین موقعیت‌های قرار میگیرن و تنها میشن، اینها به هم بپیوندن و بتونن عملا این بازی که اصلاح طلب‌ها و بنفش‌ها انجام میدن برای اینکه اینا رو حذف بکنن، اون رو برطرف بکنن و رفعش کنن. بسیار سپاسگزارم نیکان. یک کوثر بند جا داره که خدمت بینندگان عزیزمون چه در داخل کشور در این صبحگاه روز جمعه روز برگزاری انتخابات و چه در اروپا یا حالا دیر هنگام شب هست در اروپا یا در ایالات متحده امریکا، عرض کنم که برنامه ما امشب بیشتر از حد معمول استمرار پیدا خواهد کرد. تلفنی رو هم که همکارانم روی استودیو روی صفحه تصویر گذاشتن و اینجا شما میتونید بخونید، تلفنی است که از دقایقی بعد ما اون رو باز خواهیم کرد، همراه شما خواهیم بود. خواهش میکنم که تماس هاتون رو از ساعت 7:30 شب به وقت غرب آمریکا، 10:30 شب به وقت شرق آمریکا و ساعت 7:30 صبح به وقت 7 صبح به وقت تهران با ما برقرار کنید و ما رو در جریان نقطه نظرات خودتون خصوصا درباره وضعیت و اونچه که فکر میکنید در این شرایط قرار بدید. آقای کوثر، اشاره کردید به کسانی که از شرکت در انتخابات امتناع کردند یا به کمپین های انگشت پاک، انگشت سفید پیوستند یا مشخصا بیانیه های دال بر عدم مشارکت در انتخابات دادند. یکی از آخرین این بیانیه 13 تن از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، زندان گوهر شهر کرج بود که به تفصیل در این مورد نوشته بودند و گفته بودند که اون چه که میبینند نه انتخابات که مهندسی همه جانبه ولی فقیه و رسم و انواع و اقسام خطوط قرمز تحمیل شده به جامعه است. من اگر اجازه بدید اسامی این افراد رو میخونم: رضا اکبری منفرد، ایرج حاتمی، لطیف حسنی، خالد هردانی، امیر دوربین، شاهد ذوقی تبار، سعید شیرزاد، حسن صادقی، محمد مهدی فراخی شاندیز، ابوالقاسم فولادوند، ابراهیم فیروزی، احمد کریمی و سعید ماسوری امضا کنندگان بیانیه 13 تن از زندان رجایی شهر کرج بودند. اما آقای دایی عزیزم، در جبهه روبرو هم بعضی ها در حقیقت آمدند و حمایت کردند از اونچه که شرکت در انتخابات، مشخصا مادر سهراب عرابی رفته به سراغ آقای روحانی و در کمپین آقای روحانی در همون فضای استادیوم آریا مهر آزادی سالن 12,000 نفری شرکت کرده و آقای روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، عبدالحسین روح الامینی که از کشته شدگان کهریزک هست فرزندانش و در حقیقت یکی از پدر یکی از قربانیان در حقیقت این اتفاقات سال 88 و تقلب و مهندسی انتخاباتی سال 88 هستم، از آقای رئیسی مشخصا حمایت کردند و گفتند که تمام اونچه که میتواند به گفته او حرکت انقلاب رو به سمت پیشرفت و عدالت ببرد با حضور رئیسی محقق خواهد شد و گفته که امیدوارم رئیسی عاده حق کند از خون فرزند من، در حالی که قاتل فرزند او آقای سعید مرتضوی در کمپین آقای رئیسی فعال بوده. چرا بایستی که خانواده کشته شدگان 88 دست کم این دو مورد بیایند و باز دوباره از همین رژیمی که فرزندانشون رو کشته حمایت کنند؟ البته خب این دو نمونه ای که اشاره فرمودید در کنار هم قرار نمیگیرن زیاد، چون روح الامینی یک آدم حکومتیه، در این جنایات این حکومت بوده، تو این حکومت بوده، فرق داره با خانم عربی به اعتقاد من.
و خانم عربی خب به اعتقاد من قابل تأسفه. حالا ماها کم کاری کردیم، حکومت زیاد خوب تونسته کار بکنه، به هر صورت هر چی که هست این رو باید تأسف خورد و باید ببینیم علتش چیه، ریشه‌اش چیه. یکی از کارهایی که میشه کرد واقعش اینه که ما همیشه به جای اینکه روحانی سنج بذاریم، همیشه چون روحانی که به کسی حساب پس نمیده که، به ریش همه میخندن و میگن رفت تا 4 سال دیگه دوباره بیام سرتون رو با یکی دیگه گرم کنیم. باید از کسانی که حمایت میکنن و هر دفعه کسایی که شناخته شدن میان از اعتبار خودشون استفاده میکنن، مردم رو دعوت میکنن، از اینا باید سنجش کرد که خب آقا چی شد؟ بالاخره من شما نگفتید، من بالاخره مردم رو دعوت نکردید، حتی بنزه یه رأی اگر نظر شما مهم باشه باید بیاید، مسئولیت دارید دیگه. چی شد؟ مگه 4 سال پیش نگفتید که روحانی میاد فلان ما رأی میدیم که فلان؟ هیچ کاری نکرد. ما ها باید حساب رسی بکنیم. ما دعوا نداریم، نه کسی میخوام به دادگاه بکشیم، نه میخوام بگیم بالاخره بابا باور کنید این حکومت روی کشتار که فقط سوار نیستش که، با هیچ حکومتی با کشتار تنها نمیتونه حکومت بکنه. حکومت این جمهوری اسلامی با همین فریبا تونسته سر پا بمونه، همین که مردم رو سر کار بذاره، هی بکششون به بیراهه، بکششون لب چشمه تشنه برشون گردونه، دوباره سه باره از طبقه هفتم جهنم میبرشون طبقه سوم، بعد میبره طبقه چهارم، یه روز پنجره رو با میکنم بیان آخ خونک شدیم، دوباره میبره پایین زیر یه پله طبقه نهم، همش از این کارا میکنه. یعنی میخوام بگم واقعا این کمک به اعتقاد من تأسفش اینه. حالا همه اینا یه طرف، من یه چیز دیگه میخوام بگم واقعش. یه بحث، وقتی ما بحث سیاسی میکنیم میشینیم بررسی میکنیم که بسیار مهمه که آقا عمر حکومت اضافه نکنه، یه بحث اخلاقی هم داریم. من همین الان عکس یه خانومی رو میدیدم جوان با عشق روحانی رو عکسش گرفته بود بالا، این دیگه صحبت بد و بدتر نیست، صحبت این نیست که نریم مثل سوریه بشیم، صحبت این که نمه فلان، این عشق پیدا کرده، یعنی دارن یه کاری میکنن که آدم عاشق اینا بشه، یعنی جنایتکار رو رنگش میکنن میذارن جلو که عشق ببرزی بهش، این دیگه اوج ذلته، این دیگه هیچ اصلا قابل بحث نیست. اونایی که دعوت میکنن به شرکت در انتخابات، الان بیاد ببینید بهنود و اینا ببینید چیکار دارن میکنن تو توییترها، اصلا بی‌محابا دارن کار میکنن. نتیجهش این میشه عشق به روحانی. ببینید این ذلتی از این بالاتری، این ننگی از این بالاتری. یقه مردم رو میگیرن میگن 38 سال پیش عکس خمینی رو تو ماه دیدین، بابا اون موقع کجا الان کجا؟ خمینی مگه اومد تو ایران آدم کشته بود تو موقع؟ ما باید میشستیم بحث میکردیم که بابا این آخونده، تحریرالوسیله داره فلان، همش بحث بود. مثل یک آدم روحانی، مثل پیامبر راه میرفت، محب ازار محبت میکرد، نوید دموکراسی میداد، برق مجانی، همه اینا در قامت فرشته. این بابا که 38 سال مسئول امنیتی بوده، شما میاد مردم رو عاشقش میکنید، تو خارج کشور برش سینه میزنید، این آخه چه ذلتی؟ آدم به کی بره بگه؟ مرسی آقای دایی. فرمودید که بعضی ها رو میبرن طبقه نهم، تو حالا فکر میکردم جهنم 7 طبقه داره، ولی تو این فاصله فکر میکردم دم نه راست بگید. نه بعد جمهوری اسلامی هرچی دلتون بخواد طبقه جدید اضافه نوست. اتفاقا خواستم همین عرض کنم که وقتی آقای قالیباف شهردار شده احتمالا تراکم جهنم هم فروخته و الحمدلله طبقات بیشتری در جهنم ایجاد کردن. به هر حال سپاسگزارم و چه تحلیل بجا و درستی. اما نیکو هنگ عزیز، فضای تهران امنیتی است، در همین فضای امنیتی سایت دیگربان به نقل از کانال رسمی تلگرام حامیان آقای ابراهیم رئیسی مشخصا این جملات رو که میخوام براتون بخونم، متن نیست که اینها نوشتن، نوشته دشمن، اونچه که او دشمن قلمداد کرده، برای ضربه زدن به نظام و انقلاب در حال طراحی تروری دیگر است تا آن را بر گردن انقلابیون و کشور بیاندازد و کشور را دچار آشوب کند. خبرها حاکی از آن است که شخصی که قرار است ترور شود یکی از کاندیداهای فعلی انتخابات و یا 2 تن از رؤسای جمهور سابق هستند
که در روز انتخابات مورد حمله قرار خواهند گرفت. و در نهایت هم بعد از چند جمله دیگر که این خبر رو تکمیل کرده، مشخصا گفته هیچ حرکتی انجام ندهید، هر اتفاقی افتاد گوشتان به دهان امام خامنه ای باشد، ببینید ایشان چه میگویند. چنین خبری توهم، جوک، تحریک احساسات بسیجی هاست؟ واقعا چیزی پشت پرده است؟ از شما بشنویم. من فکر میکنم در چارچوب جنگ روانی مدل اطلاعات سپاه بشه اینو ارزیابی کرد. جنگ روانی مدل جماعت وزارت اطلاعاتی که مثلا آقای حجاریان و تیمش توی محدودهای مختلف زمانی اجرا میکردن برای اینکه جناح راست رو منکوب بکنن، البته ببینید اگه خاطرتون باشه زمانی که تشریف داشت ایران تا زمانی که آقای حجاریان سر پا بود، جبهه دوم خرداد خیلی قشنگ عمل میکرد. وقتی حجاریان عملا ترور شد، اینا واقعا بادشون خوابید. وجود چنین شخصیت های امنیتی که کارشون جنگ روانی هست باعث میشه که یک جبهه، یک جناح بتونه حرکت کنه رو به جلو و تاثیرگذار باشه و طرف مقابل رو عملا تحت تاثیر قرار بده. من حدس میزنم حالا یا آدم خودسر یا یک آدم غیر خودسر در مجموعه اطلاعاتی سپاه چنین بازی رو داره پیش میبره برای اینکه تحت تاثیر بده جماعت بسیجی رو و اونها رو هیجان رو در اینها ایجاد بکنه. ببینید اینها نیاز دارن به اینکه همیشه در یک هیجانی باشن و الان که بخشی از جامعه جوگیر شده به خاطر روحانی، این طرف رو هم جوگیر نگه دارن. بسیار ممنون آقای کوثر. من اگه یادتون باشه همچین صحبتی در مورد پروازی که آقای محمد خاتمی رو از اهواز به تهران میبرد در آستانه انتخابات سال 88 هم در اون فیلم قلاده های طلا مطرح شد، آیا این مسئله واقعیت داشت؟ یعنی مستند به حقیقت بود چنین بمبگذاری در یک پرواز خطوط هوایی ایران، یا اینکه نه اون یه بخش از اون سناریوی اون فیلم تبلیغاتی بر علیه جنبش سبز بود؟ من چون واقعا اطلاعی در این زمینه ندارم نمیتونم اظهار نظر کنم. بسیار ممنونم آقای دایی. به شما برگردیم، شما این ابعاد رو چگونه میبینید؟ آیا فکر میکنید که چنین اتهاماتی اساسا حقیقت داره یا اینکه نه توهم و شایعه است؟ من متاسفانه صدا رو قطع کردم، نشیدم یه تیکه رو. عرض کردم که اون چه که در این اخبار شاهد بودیم که گفتن احتمال ترور یکی از دوتا کاندیدای اصلی. نه این در این سال حرف بکنم آقای نیکانی درست، نه جنگ روانی و حرفای مفت دروغ رو مطرح میکنن، نه همش داغ کردن سنت. به اعتقاد من داغ کردن سنت، من باور نمیکنم. بعد اون وقت از این داغ کردن صحنه یا از این فضای امنیتی چه منفعتی گیر آقای خامنه ای میاد؟ ببینید عرض کردم دو تا انتخابات رو میشه از 10 زاویه نگاه کرد و مهمه، دو تاش مهمترینه که با هم تضاد داره، دو تاش با هم در تضاد داره، هر دوش هم مهمه. گرم کردن تندور انتخابات، یکی ترس از شورش مردم چون نارضایتی زیاده، بنابراین کنترل، ایجاد فضای ارعاب، کنترل که آقا خط عبور نکنید. من بعید میدونم که این بار مثل سال 88 بشه، برای اینکه متاسفانه سقف انتظارات اردن پایین و مردم اون موقع ضربه سختی از رهبری جنبش خوردن، اعتماد ندارن دیگه با اون میزان بخوان هزینه بدن. خب مردم هزینه زیاد دادن دیگه تو خیابونا، ولی حکومت حساب کار خودش میکنه، حکومت باید بترسونه. یعنی سپاه و بسیج همین شایعات که مطرح میکنن، یعنی که بالاخره ما هستیم دیگه، همین که شایع ترور نمیدونم فلان همه اینا مطرحه، اینا یعنی عنصر نظامی هست. بعد خود خامنه‌ای میاد خط نشون میکشه که آقا اگه سیری میخواد که بخواد کاری بکنه. به نظر من همش همین فضای امنیتی، فضای نظامی در کنار داغ کردن که بیا تو خیابون چه چهار تا شعار هم میخواد برید تا قبل از انتخابات برید، ولی موقعی که ما اعلام نتیجه کردیم تمام. بسیار ممنونم آقای دایی. در همین فضا اگر در نظر بگیریم این حضور امنیتی ها در خیابان ها، آیا این رو هم شما در حقیقت دارید نوشدارو در حقیقت واکسینه کردن جامعه برای جلوگیری از در حقیقت اعتراضات احتمالی پیش بینی میکنید؟ و آیا اساسا این همه نیروی نظامی آماده باش چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ سال 88 تجربه مهم، عرض کردم خود حمدانی، حسین حمدانی که اون موقع معاون بسیج بود در تهران بود
مسئولیت عملیاتی در صحنه رو اون داشت، یعنی فرمانده در صحنه در خیابان اون بود که بحث خیلی مهمی، چند تا مصاحبه معروف داشت، یکیش با مصاحبه با نشریه جوان همدان بود، در اون قشنگ توضیح میداد که میگه ما حتی در تهران در بعضی نقاط 10,000 بسیجی داشتیم، یک لحظه میتونستیم وارد بکنیم. بعد میگه ما سینماها رو گرفته بودیم، مساجد رو همه رو در اختیار گرفته بودیم، تو اینا 1,000 تا 1,000 تا 700 تا 700 تا با چوب و چماق و زنجیر داشتیم، با همه احوال عقب افتادن، بنابراین همه رو مجددا سازماندهی کردن. میترسن، ماها عرض کردم نمیبینیم، این پتانسیل انفجاری جامعه بسیار بالاست، برای رژیم خطرناکترینش هم تو همین انتخاباته، چون برای اینکه مردم رو بکشه تو انتخابات، مشروعیت بخواد بگیره در صحنه بین‌المللی، این باید یک کمی داغش کنه، یک کمی باید یه جاهایی شلش کنه، دعواهایی که اینا با هم میکنن، اینا خودش دامن میزنه، یه شکافیه که این میتونه اعتراضات بزنه بیرون. برای من حکومت جدی میگیره، ما یک صدم به اصطلاح نیروهای رژیم رو ممکنه ببینیم. البته به معنا نیستش که اینا همیشه پس ملت میتونن بر بیانا. سال 88 خود حرف همدانی دیگه که ما 10,000 تا در بعضی نقاط داشتیم نتونستن از پس مردم در بیان. قدرت مردم رو نباید دست کم گرفت. البته بازم عرض کنم که تجربه جنبش 88 به اون صورت تکرار نخواهد شد. به صورت‌های دیگری خواهد بود. مردم، اون کسانی که می‌ریزن تو خیابون، همونایی که شعار مرگ بر دیکتاتور دادن و میدن، و همونایی که روزها علی‌رغم صحبت آقای موسوی کروی که دیگه نمی اومدن و فتیلار کشیده بودن پایین، بازم مردم می اومدن، اونها دیگه به این نوع رهبری ها به اعتقاد من اعتماد نمی کنن. ممنونم آقای کوثر. خیلی از تحلیلگران مستقل معتقدن که امسال خلاف سال 88 احتمالاً شعله اعتراضات مردمی نه از تهران بلکه از شهرستان ها آغاز خواهد شد. خود تحلیل های امنیتی مقامات داخل کشور هم پیشتر از اعلام وضعیت نارنجی و شورش گرسنگان یا شورش اقشار کم درآمد در صورت مسائل مربوط به انتخابات صحبت به میان می آورد. آیا شما فکر میکنید این تحلیل ها درست و بجاست؟ صدای شما رو نداریم، ببخشید، بفرمایید. داریم؟ بله بله، بفرمایید. ببینید، با توجه به اینکه تعداد حاشیه نشین ها زیاد شدن در طول 4 سال گذشته، اینکه از 11 میلیون به 16 میلیون برسه رقم کمی نیست، یعنی چیزی حدود 40% اضافه شده. اگر این رو در نظر بگیرید که اینها اگر ناراضی باشن از نتیجه انتخابات، ترس زیادی نخواهند داشت. اگر بررسی ها رو یادتون باشه در مورد جنبش سبز یا آنچه به نام جنبش سبز معروف بود، بسیاری از کسانی که فعالیت میکردن در اون محدوده زمانی از رو مبل خونهشون فعالیت میکردن، لپتاپ میذاشتن رو پاشون، شروع میکنن توییت کردن یا مثلا تو فیسبوک بیانیه نوشتن. اما کسانی که حاشیه نشین هستند اون راحتی خونه رو ندارند، ترسی ندارن برای اینکه چیزی رو از دست بدن. اینو بایستی در نظر بگیریم. طبقه متوسط عملا تنبله. درست. طبقه متوسط، البته آقای کوثر ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، ولی دست کم در 25 خرداد 88 شاهد حضور بیش از 3 میلیون شهروند تهرانی در راهپیمایی سکوت بودیم که حالا دست کم این مورد روی مبل خانه نبودند. ببینید، من در طول زمان رو دارم عرض میکنم. بعدم معمولا هر وقت یه اتفاق میفته چند روز فضا شما جوگیری رو مشاهده میکنید، بعد تعداد کم میشه و سیستم همین رو میدونه. اما اون کسانی که در حقیقت به خاطر حاشیه نشین شدن منابع زیستی خودشون، منابع کاری خودشون رو از دست دادن، فرق میکنن با طبقه متوسط. ببینید، در مصر وقتی ما خواهیم مقایسه بکنیم جنبش سبز رو با اتفاقی که در مصر افتاد، حالا من کار به نتیجه نهاییش ندارم که اخوان المسلمین انقلاب رو دزدید و بعد سیسی اومد کودتا کرد، نه، در همون پدیده 18 روزه رو وقتی بررسی میکنیم، طبقات مختلف بودن که همراه هم اومدن. اول دانشجوها اومدن و بعد اومدن گروه های مختلف رو جمع کردن، گروه های صنفی رو اومدن، کارگرها اومدن، و بعد شما ببینید میدان تحریر در قاهره وقتی که به اشغال مردم در اومده بود نیومدن بل کنن، مردم ما اومدن میدان آزادی چند ساعت. ولی آیا قابل مقایسه بود با اینکه مردم مصر، مردم در قاهره اومدن و بل نکردن اونجا رو؟
این تفاوت عمده رو نشون میده. اولا اینو باید اضافه بکنم، من با یکی از کسانی که در حقیقت مدرس جنبش های اجتماعی هست و با همین گروه مصری کار کرده بود که رهبری انقلاب مصر رو بر عهده داشتن، گفت ببینید شما برای یک جنبش باید اول هدف داشته باشید، رهبری مشخص داشته باشید، استراتژی داشته باشید، تاکتیک های مختلف داشته باشید، بتونید مومنتوم و موقعیت به دست بیارید. هیچ کدوم از اینها رو جنبش سبزی ها نداشتن، فقط از چند تا تاکتیک استفاده کردن، انتخاب رنگ بود و چند تا شعار. رأی منکو هدف نیست، هدف میتونه تغییر حاکمیت باشه، هدف میتونه تغییر ساختار قانون اساسی باشه. هیچ هدفی وجود نداشت برای اون قضیه و طبیعتاً یک جنبشی که هدف نداشته باشه عملاً جنبش نیست، پس یک واکنشه. اون واکنش سبز محکوم به شکست بود متاسفانه. ممکنه خیلی‌ها دوست نداشته باشن اینو بشنون، اما وقتی مقایسه می‌کنید با جنبش‌های واقعی که در کشورهای مختلف وجود داشتن، مسئله داشتن هدف مهم بود. این رو هم در نظر بگیرید که اون کسانی که حالا ما می‌گیم حاشیه نشین هستن، یک هدف دارن، زنده بمانند، فرزندانشون خوراک برای خوردن داشته باشن، آینده‌ای براشون وجود داشته باشه. فقط استمرار وضع موجود که بخشی از طبقه متوسط دنبالش هست، دنبالش نیستن. ممنونم نیکو، برمیگردم به شما. آقای دایی، با این حال خیلی از مخالفان رژیم اسلامی از جمله خود شما معتقدید که حسن دایی و انتخاب مجدد او به ریاست جمهوری میتونه ضامن حسن روحانی معذرت میخوام انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست جمهوری میتونه بقای عمر رژیم رو تضمین کنه و بایستی کار مخالفان در خارج از کشور 200 چندان سخت‌تر هست، همونطور که در سالهای گذشته دست کم اینطور بود برای نشون دادن چهره پلید حکومت. مردم داخل کشور هم مخالف این قضیه، اونها میخوان آقای روحانی، به هر حال گروهی که فعال و علاقه‌مند به شرکت در انتخاباتن، ترجیح میدن روحانی رئیس جمهور بشه تا رئیسی. آیا فکر نمی‌کنید این تضاد فکر بین اون طبقه شرکت کننده در انتخابات از طبقه مردمی جامعه که روحانی رو میخواد و اپوزیسیون باعث دوری این دو گروه هستن بشه، در حالی که هر دوی این گروه، یعنی هم کسانی که در داخل میخوان به آقای روحانی رأی بدهند و هم شما که در خارج انتخاب روحانی رو غلط میدونید، غلط‌تر در حقیقت میدونید، هر دو تاتون به دنبال همون آزادی، همون ایران آزاد، همون آرمان‌هایی هستید که مشترکاً بین شما و اون عزیزان در ایران وجود داره؟ نکته اول اینه که اولا در داخل ایران من عمیقا اعتقاد دارم بیش از 50% در این نمایش شرکت نمی کنن و آمارهایی که حکومت میده رو 60% و 70% دروغه. بنابراین خیلی هم در داخل کشور ربطی به خارج نداره، در داخل کشور هم میدونن که اینا بیفایده است. شرکت در این انتخابات عمر حکومت اضافه میکنه، گیر مردمی چی نمیاد؟ عرض کردم 20 سال دیگر، درست 20 ساله از 76 تالا چند مثقال ما رفتیم جلو. اصلا نگاه بکنید دیگه، 20 سال به اصطلاح این جناح رئیس جمهور بوده دیگه، 8 سال رفسنجانی، 8 سال خاتمی، 4 سال هم روحانی، 8 سال هم احمد نژاد بوده، یعنی 20 به 8، درسته؟ من میخوام ببینم چقدر ما رفتیم جلو، در کدوم زمینه ما رفتیم جلو نسبت به 76. بیاریم 76 ما مقایسه بکنیم، ما اصلا یه معیاره دیگه. نه تازه اونا که میگه احمد نژاد بد بود، من میخوام زمان احمد نژاد مثلا نقض حقوق بشر در زمان احمد نژاد بدتر بود یا قبل یا بعدش، بیان یه معیار بزنن ببینیم بالاخره تعداد اعدام‌ها بوده، چی بوده، کجا بوده. احمد نژاد کاری نبود که بتونه دستگیر بکنه، خود بابای احمد نژاد معاونینش و دستیاراشو دستگیر میکردن، کاری نبوده که. بنابراین من میخوام ببینم این 20 سالی که این پروژه بوده، اونایی که رفتن شرکت کردن، به منم نمیخواد جواب بدن، به خودشون، چقدر رفتیم جلو؟ 20 سال این حکومت کرده بابا، کم نیست. تو این 20 سال مملکت 1000 سال رفته عقب نابود شده، چقدر گرسنگی مردن، چقدر به فحشا کشته شدن، چقدر مملکت بیچاره و ویران شده. هیچ چی گیر مردم اومده؟ من میخوام ببینم چی گیر مردم اومده. خب یه بار اگه رأی ندن همه، خب این پتانسیلی که وجود داره که اینا رو میکشونن تو خیابون پفشون رو با انتخاب روحانیان کیوکی میخوابونن، اگه این پتانسیل شرکت نکنه در انتخابات، پتانسیل که عبه نمیره، خواهان تغییرن، اون موقع میشه واقعا این جنبش تحریم و نگفتن به رژیم و سازماندهی که از جهت داد مشروعیت رو رژیم گرفت، نذاریم از خارج امتیاز بگیره،
اینا از خارج امتیاز میگیرن. این پیامی که جواد ظریف داره که گفته بیاین شرکت کنیم، این چی میگه توش؟ میگه شماها وقتی رمانی در انتخابات شرکت کردید، دنیا با ما، یعنی با ظریف و روحانی تو مذاکرات با احترام صحبت کرد. یعنی چی؟ یعنی ما امتیاز گرفتیم تو حسی تو منطقه. اینا نونشو اینجا میخورن، میان میان ببین آقا مردم شرکت کردن، رفتن روحانی رای دادن، مشروعیم، هیچ کاری نمیتونیم با ما بکنیم. خب چیکار باید بکنیم آقا؟ امتیاز باید به ما بدی. اگه ما مردم تیکه پارم کردیم تو ایران هیچی نگید، اگه رفتیم سوریه جنایت کردیم هیچی نگید، اگه نمیدونم هر کاری تروریست کردیم هیچ کاری نکنید. نونش اونجا میخورن. چی گیر ملت اومده؟ من اینو من میپرسم، چی گیر ملت اومده؟ هر 4 سال یه بار یه عده زنا راه میافتن مطالبه محور. ما مطالباتمون رو میخوان. تا انتخابات تموم شه همون 2 روز بعد دیگه اصلا صدای اون زنا در نمیاد، میره تا 4 سال بعد. بابا ما رو فیلم کردید یا خودتون رو فیلم کردید؟ آقای دایی عزیزم، چون قول دادم تلفن ها رو هم باز کنم، اجازه بدید من اینجا این خبر رو هم به اطلاع بینندگانمون برسونم که از ساعت 3:30 بامداد صبح شنبه به وقت تهران، 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، 7 شب فردا جمعه به وقت غرب ایالات متحده آمریکا و واشنگتن و نیویورک، ما برنامه زنده پوشش مراحل پسا انتخابات، تجمیع و شمارش آرا و همچنین گفتگوی مفصل با کارشناسان رو داریم. آقای دایی هم در برنامه پسا انتخاباتی تلویزیون اندیشه همراه ما خواهند بود و مفصل درباره این مسائل از همین استودیو با شما خوبان به گفتگو خواهیم نشست. اما و میدونم شما آقای دایی، من قول دادم که قبل از تلفن ها از محضر شما هم خداحافظی کنیم و میدونم که گرفتاری های کاری دیگر و مککدی هم تو این 48 ساعت گذشته آینده خواهید داشت. اما به عنوان آخرین سوالم از محضر شما این هست، کمتر از 1 ساعت دیگه، 50 چند دقیقه دیگه، شعب اقصرای در سر تو سر ایران باز خواهد شد. میفرمایید بیش از نیمی از مردم در انتخابات شرکت نمی کنند. توصیه‌تون به کسانی که در این لحظه در این صبحگاه این برنامه رو احتمالاً در داخل کشورمون می‌بینند یا به دوستانی که در خارج از کشور نشستند و مشغول تبلیغات برای آقای روحانی هستند چیه؟ به عنوان یک شهروند ایرانی من پیامم به اون کسانی که موز بگیرن و خوششون میدن چیکار کنن، اونا که با اونا که نمیتونید حرف بزنید، که من پیامم واقعا به اون که اگر کسی به حرف من گوش بکنه یا هر میزانی که تأثیر داشته باشه، من وظیفه خودم میدونم بگم که اون کسانی که به هر دلیلی فکر میکنن که بعد در انتخابات شرکت کنن، یادشون نره که وقتی که میخوان رأی بدن میرن اونجا صندوق رو گرم میکنن، تنور انتخاباتو ازشون عکس و فیلم میگیرن، رأیشون رو میندازن اون تو، به ماندگاری حکومت کمک کردن. یادشون هم نره که تحریم کردن و شرکت نکردن یک کار فعال خودش، منفعلانه نی. آقا دیدید دکونه که در خارج باز میکنن، آقا شرکت رو نکردن و تحریم منفعلانه، نخیر، نگفتن خودش یک کار خیلی جدیه. این رو جدی بگیرید، من فکر کنم این قسمت رو جدی نمیگیره کسی. بی نهایت سپاسگزارم. در تایید فرمایش شما هم آقای دایی عرض کنم که وبسایت مردم ریپورت در این تبلیغ در این نظرسنجی انتخاباتی که در چند روز گذشته اون رو در صفحه این ویترین مهم خبری و ویترین پربازدید کننده خبری قرار داده بود، مشخصا اعلام میکنه که 55% از پاسخ دهندگان به این سوال بر اساس بازدید از این وبسایت خبری اعلام کردند که انتخابات امسال رو تحریم میکنند و در اون شرکت ندارند. 42% روحانی رو انتخاب کردند و تنها 2% به ابراهیم رئیسی رأی دادند و 1% باقی مانده هم کسانی بودند که میرسلیم رو به عنوان انتخاب خودشون برگزیدند. آقای دایی از شما سپاسگزارم و امیدوارم که تا ساعتی دیگر در ساعت 7 شب به وقت شما در غرب آمریکا، 3:30 صبح به وقت کشورمون در صبحگاه شنبه در زمان تجمیع و شمارش و اعلام آرا در خدمتتون مجددا در برنامه پس انتخابات باشیم. سپاسگزارم. یادآوری میکنم برنامه پس انتخابات با حضور پرویز کاردان، گروه کسی از کارشناسان، تلفن‌های شما خوبان و بخش
خبری تلویزیون اندیشه و خانم همکار گرامی همسرکار خانم امانی برای پوشش لحظه به لحظه تحولات انتخاباتی از فردا ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران 4 بعد از ظهر جمعه 19 ماه می به وقت لس آنجلس روی آنتن در روی همین آنتن خواهد رفت که در خدمتتون خواهیم بود. نیکو اگر به من اجازه بدی با یکی از تلفن‌ها برنامه رو ادامه بدیم و برگردیم به شما دوست خوبم در واشنگتن دی سی. دوست عزیزی روی خط تلفن دارم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. متشکرم. سپاسگزارم. من یه نظر دارم و یک سوال از آقای نیکا هنگ کوتفر. بله. من ببینید، من به نظر من وضعیت ایران، ما توی قرآن خیلی جاها داریم که در مورد عذاب دادن قوم صحبت میکنه، یعنی یه قوم رو عذاب میده، مثل قوم نوح یا مثل لوط یا مثل قوم فرعون. ملت ایران به نظر من دوچار یک عذاب الهی هستند. حالا دلیلش چیه؟ ببینن مردم تو گور میخوابن و هیچ کس براش مهم نیست. خوزستان تا پریروز آقای نگاهنگ کوسر که تو جریان این مسئله بهتر از همه هستن، ریزگردها مردم داشتن یواش یواش دیگه کوچ میکردن. خب حالا روحانی میره و میبینی تو تلویزیون، خب اینا رو حالا ما میگیم نصفشون با اتوبوس آوردن، نصفشون بعد تو شناسنامه‌شون مهر بخوره، ولی شما میبینید که خب دیگه بالا پایین پریدن نداره، میشینن آروم دیگه، به زور آوردنش. یا مثلا همین سال 88، خب 3 میلیون نفر اومدن تو خیابون، گرفتن یه عالمه آدم رو کشتن. اون خانم آقا سلطان به اون وضعیت کشته شد، مادر ستار بهشتی میره تو قبرستون صبح تا شب گریه میکنه و مردم فردا صبحش رفتن سر کار زندگیشون، اصلا انگار نمیدونه اتفاقی افتاده. خب ساده ترین کاری که میشه کرد، خب برن در اوین اعتصاب بشینن، مادرها برن خانواده کشته شده ها با ایرانی هایی که بیستن تو خیابون 1% برن در اوین بشینن. خب رفتن در اوین، هم مردم رفتن، خانواده اونا که کشته شده بود رفتن، هیچ کس نیومد. خب پس این ملت در مرحله عذاب الهیه، شما شک نکنید. تمام رودخونه ها زلزله، سیل، طوفان، گشنگی، بدبختی، بیچارگی، فحشا، اعتیاد. آقا اصلا شما بشینید یه روز جنایتی که جمهوری اسلامی کرده از بالا تا پایین بنویسید، فقط بنویسید. نمیخواد که شما اینقدر انتخابات بکنید. به خداوند خدا، جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران در راه یک عذاب الهی هستن که هیچ کس نمیتونه نجاتشون بده. نگاه کنید در کنار ایران ترامپ داره جبهه متحد درست میکنه که پوز ایران و ایرانی همه رو به همدیگه یکی بماله. اصلا غافلن مردم ایران، چه خوشن، چه دل خوشی دارن. سوالم از آقای کوثر، به نظر شما اصلا این روحانی و این رئیسی با اون رهبر همشون نمیرن توی اتاق بشینن حرفاشون یکی کنن بیان بیرون؟ ببینید ما جوان بودیم فوتبال بازی میکردیم، وقتی که فوتبال تموم میشد میخواستیم بریم نون و پنیر و انگور بخریم بخوریم، با پول نداشتیم که. دو تامون میومدن دم نونوایی با همدیگه دروازه‌درگیری را میداختن، نونوا میومد اینا رو جدا کنه، ما میرفتیم دو تا نون برمی داشتیم میرفتیم. ما قبلش همه دعوا همه چیمونو با هم تنظیم کرده بودیم، میومدیم دم بقالی همه کارو میکردیم، انگور برمی داشتیم. بعد همیشه همینطوری بوده. مرسی دوستم، ممنونم از این خاطره هم که با ما در میون گذاشتید. آقای کوثر، آیا میان دم نانوایی مردم دعوا را میندازن، نون مردم رو میدزدن؟ البته تو دیگه هم نگفتن والا دارن جان و مال مردم رو میدزدن با هم دیگه. اما یکی اول، من خیلی ممنون از نظر این دوست عزیز که تماس گرفتن. چند تا نکته رو عرض کنم. من شاید سالهای سال با شما در مورد برخی از عذابها هم فکر بودم، اما متاسفانه یا خوشبختانه چون زمین‌شناسی خوندم، زلزله، سیل و خیلی از چیزهای دیگه نسبتاً عذاب طبیعی، یعنی از اول کره زمین بوده، ما انسان‌ها هستیم که
همه کار زمین رو غیر طبیعی کردیم. نکته دیگر این که بخش عمده ای از مردم ما دارن آسیب میبینن به خاطر یکی نبود مدیریت جامعه در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه منابع طبیعی و عدم نظارت و انجام وظیفه شهروندی خودشون و به نظر من بخشش برمیگرده به عدم آگاهی از حقوق شهروندی و وظایف شهروندی و اینکه چه نوع مشارکت هایی باید انجام بدن برای اینکه پاسخگو بکنن ساختار رو. این کارو نکردن. چک سفید، یعنی عملا رأی که داده میشه به حاکمیت چک سفیدی هست که داده میشه. این که میفرمایید عذاب الهی، و ببینید ما همیشه در دورهای مختلف تاریخ داشتیم که وقتی شرایط سختی میشه مردم کمک به همدیگر فراموش میکنن، اما بودن جوامعی که در هنگامی سختی هوای همدیگر رو داشتن. به توی اروپا نگاه کنین موقع جنگ جهانی، این تعهدی که مردم نسبت به همدیگه داشتن، کمکی که به همدیگه کردن، چقدر متفاوت هست با چیزی که ما درون ایران میبینیم. اگر کسی فرزندش مثلا در جبهه جنگ علیه نازی‌ها داشت میجنگید و نانی نداشت بخوره، بهش کمک میکردن. حالا ببینید یک نفر زمین کشاورزی داشته، زمینش از دست داده، بیچاره شده، اومده حاشیه شهر زندگی میکنه، کدوم آدم شهری میره به این کمک میکنه؟ موقع محرم کدوم یکی از کسانی که سفره‌های بزرگ و به قول معروف بخشش‌های بزرگ و نذری‌های بزرگ دارن میرن، چند درصدشون میرن کمک میکنن؟ من آدمای میشناسم که کمک میکنن، اما واقعا چند درصد کمک میکنن؟ چند درصد میان و واقعا هوای هموطن خودشون رو دارن که بنا به هر دلیلی ضعیف شده؟ خب وقتی که ما، این به نظر من عذابی هست که ما دوچاره شدیم که مهربانی رو نسبت به هموطن خودمون از دست دادیم، مسئولیت رو نسبت به هموطن از دست دادیم. من حالا یک چیز دیگه هم اضافه کنم، یکی از دوستان روی فیسبوک سوال کردن در مورد اینکه چرا آقای جعفر پناهی و آقای حالو دارن حمایت میکنن. به نظرم آقای اینا به خاطر اینکه مردم مختلف ازشون خواستن، آقای حالو هم خواسته با اسمش با مسماتر بشه، واقعا حالو بودن رو نشون میده، داره حمایت میکنه. حالا نظر بنده، حالا بعدا از اسم من ناراحت نشه آقای علی پیام، ولی آقای جعفر پناهی ذاتش این همین بود از اول. اون موقع سبزی بود، الان بنفشی شد، حالا به هر صورت رنگ عوض میکنه. ممنونم نیکوهنگ. اجازه بده برگردیم به تلفن‌های مردمی. شما رو میدونم تا یه 20 دقیقه یا رو 20 دقیقه دیگه داریم همراه خودمون، بازم خدمت تو در واشنگتن میرسیم. از دوستان بینندم خواهش میکنم که اگر ممکن هست خطاب به مردم کشورمون، به شهروندان ایرانی داخل ایران صحبت کنید، با اونها حرف بزنید، اونهان که تعیین کننده و تاثیرگذارند و در بهبوهه درد زندگی میکنن، و امیدوارم که ساعتی رو که با هم هستیم بتونیم زبان و کلامی فارغ از گفتگوی چند مجری، چند کارشناس که به هر حال به طور مداوم افتخار داریم در خدمت شما باشیم، گفتمان مردم با مردم رو در این برنامه بشنویم، حرف مردم رو با مردم مطرح کنیم. و اجازه هم بدیم البته نوبت به دیگر خطوط و دیگر هموطنانمون هم برسه. من عذرخواهی میکنم از پرگویی. دوست عزیز دیگری رو روی خط داریم که با جان و دل کلام ایشون رو میشنویم. متشکرم قربان. بفرمایید جانم. جانم الو. بله بله بفرمایید، در خدمتتون هستم. اوکی. جناب زمانی، خیلی خوشحالم که با همکاران قدیمی در ارتباط هستم و به عنوان یک شخصی که واقعا وظیفه دارم و در ایران با دوستان شراکت دارم، مخصوصا در مشهد، با هر کی که صحبت کردم رأی نخواهد داد و همان دوستان در همان شب صدای بوق ماشینا رو من میشنفتم و گفتن تمام جوانها در بیرون دارن میرخزن، دارن بوق میزنن و البته چیزی که جریان نیست این دولت اینه که در همون موقع جوانان دارن با هم ارتباط جمعی برقرار میکنن، هم درباره رأی، هم اگر که مسائل پیش آمد و کلکی شد بعد از آن چه خواهند کرد. و مطمئن باشیم، من خودم واقعا مطمئنم از صمیم قلب که اینا رای به جایی نخواهم برد و یا پنج، همون جو که گفتین پنج، او بالاتر از 55% رای نخواهم داد
و اگر هم کلک دوکار باشه عین زمان 88 حادثه به وجود خواهد آمد که همه آمادگیشو دارن. بسیار سپاسگزارم تمام مبارزان راه آزادی ایران. به درود، من سروان خلبان بسیار سپاسگزارم جناب آقای خلبان، خیلی از لطفتون سپاسگزارم. دوست عزیز دیگری رو روی خط دارم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقا زمانی بفرمایید. سلام علیکم. سلام. الو. بفرمایید آلی جناب. عرض کنم که میدونید آقای ترامپ روز جمعه فردا میره به عربستان. تقارن روز جمعه با انتخابات ایران این است، ایشون میخواد رو انتخابات ایران تاثیر بذاره و گوشه چشمی به آقای روحانی داره ایشون، متاسفانه یا خوشبختانه الله نمیدونم کدوم شه. بنابراین یه سری چیزایی گفتن که اطلافی از کشور عربی داشتیم میده این حرفا، ولی در اصل مطلب اینه که این تقارن رو تاثیر بذاره رو انتخابات ایرانه. حالا میخواستم این آقای کوستا چه نظری دارن؟ بسیار سپاسگزارم. بله، برمیگردیم به شما نیکا انگ عزیز در واشنگتن دی سی. بفرمایید که آیا فکر میکنید این سفر مربوط به انتخابات ایران میشه؟ تقارن جالبی هست، اما تا آقای ترامپ به خاطر مشکلات اخیری که در واشنگتن براش به وجود اومده خیلی مایل هست که این سفر رو بره، و چون مجبور با آقای نتانیاهو هم دیدار کنه به خاطر بحث اطلاعاتی که درس پیدا کرده و در اختیار روسا قرار گرفته و از دل احتمالاً شریک اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در بیاره این مسئله تبادل اطلاعات با روسا رو، در نظر بگیریم که عربستان در طول یکی دو سال گذشته بعد از مرگ پادشاه ملک عبدالله پادشاه قبلی عربستان، رابطه‌ای که با برخی از مقام‌ها در ایران داشت، یعنی هاشمی رفسنجانی و یا مثلا تیم روحانی، کاملاً عملاً قطع شد و سیستمی که الان حاکم هست نگاه منفی داره به جمهوری اسلامی و حتی مسئله حج هم که پیش اومد و هنوز دارن سعی میکنن با آرامش قضیه رو حل بکنن، جمهوری اسلامی، وزارت ارشاد و سازمان حج و اوقاف، و به نتیجه قطعی هم هنوز نرسیدن در برخی از مسائل برای رفع اون سوء تفاهمی که ایجاد شده بین دو کشور. عربستان طبیعتاً در دوره که آقای اوباما در قدرت بود به حاشیه رفت و آقای اوباما سعی کرد هم در حقیقت اسرائیل رو و هم عربستان رو به حاشیه بکشونه و جمهوری اسلامی رو آروم آروم تبدیل بکنه به یک شریک امنیت در منطقه تدریجاً. فکر میکنم اگر آقای خانم کلینتون انتخاب میشد اون روند ادامه پیدا میکرد، با توجه به دستیارانی که خانم کلینتون داشتن مثل جیک سالیوان که دنبال پیش بردن همین برنامه بودن و به عنوان جیک سالیوان به عنوان معمار در حقیقت توافق هستی از طرف آمریکایی‌ها شناخته میشد. چیزی که میخوام برگردم به حرف این دوست عزیزمون، طبیعتا آمریکایی‌ها دارن از نزدیک ماجرا رو میبینن، گرچه مشاور امنیت ملی کاخ سفید آقای جنرال مکمستر مثل جنرال فلین تندرو نیست علیه ایران، ولی شک و تردیدهای زیادی رو داره. جنرال ماتیس هم که وزیر دفاع هست اون هم نگاه منفی داره به تحرکات جمهوری اسلامی، با وجود این میدانن که انتخابات در ایران هر چه اتفاق هم بیفته نهایتاً رهبری و سپاه پاسداران هستن که قدرت دستشونه و چه آقای روحانی رئیس جمهوری بشه چه رئیسی، نیروهای جمهوری اسلامی از سوریه عقب نشینی نخواهند کرد. ممنونم نیکان، تو هستی حتما از تو سوال دیگری هم خود من دارم که میپرسم، ولی اجازه بده خطوط مردم که پشت خط هستن رو باز کنیم، همراه هم هستیم در حال حاضر. دوست گرامی دیگری رو همراه تلویزیون این بخش برنامه تلویزیونیمون داریم، در خدمتتون هستیم. الو. بفرمایید قربان. سرانجام ما بعد از نیم ساعت چیز میگه ما تو این جنگ و جدال کلا ما داریم قوانین راهنمای رانندگی و این چیزا به درد نمیخوره. این حکومت اسلام ناب محمد عبداللهی و علی ولی اللهی شیعه انیرانی که سرزمینمون یعنی ایران نوینمون ملت و مردمانمونو زیر استیلای مذهب ناب محمد و علی و این شیخ ملا گرفته، زمان زیادی که یه اره دو سر در لای پایشون و زیر عبایشون و ماتدشون گیر کرده. عزیزم خواهی. من که میگن این همونه. نه من بیادبی نمی کنم، نگران نباشید. ممنونم. این دشمن که میگن همینه، در ضمن من به شما بگم که زمان فروریزی اینا و کارشون تمومه،
زمان زمان ختنه و اخده و خفه کردن این انیرانی هاست. باید پایانشون دهیم. امت و خلق و حزب الله و شیعیان انیرانی را به مردم و ملت ایران نچسبونید. آینده ایران مردم و ملت ما که در خانه بنشینن آدینه و صبح شنبه با آفتاب ایران به خزخانه ها بیاین بیرون، ولی به قول معروف جایی این نرن که نشون دهنده اینه که رأی میدن. به پیام های جازادهمون از هوش گوش از خردگرایی بشنویم و بدانیم که زمان سرنگونی ایناست و پاینده کودکان ما تا 40 ساله ها که حتما پیروزیم. سپاسگزارم. یه سوال من دارم، ارون نوشته میخوندید یا اینکه فلبداهه فرمودید اینها رو؟ الو دوستمون رفت. من میخواستم ببینم، فکر میکنم که ماشاءالله از من و شما قوی تر بود، ادبیات خیلی استقرص و محکمی داشت نیکنگ دوستمون که همراهمون بود، جالب بود. عزیز نازنین دیگری رو همراه داریم، بفرمید. خواهش میکنم. درود به شما جناب آقای زمانی و آقای دایی بزرگ و همینطور آقای کوثر. ممنونم. من از جناب آقای دایی هم عرض احترام و تشکر از شما دارم. بی‌نهایت ممنونم. من زندگی 34 سال خارج از کشورم، کشورهای مختلف، جامعه های مختلف، و همیشه دنبال این بودم که فرق بین جامعه ما و دیگران رو ببینم. مثلا شما لهستان، یوگسلاوی یا همین مصر و اواخر دیدید مردم ایستادن تو خیابون، اونقدر ایستادن تا بالاخره تغییر ایجاد شد. درسته که رژیم ما خونخوارتر از همه هست، اما من نگاه کردم دیدم اون تاریخچه ما که بعد از حمله اعراب، اسلام و مغول و اینها، ما مردم شدیم به محافظه کارترین مردم دنیاییم، خیلی محافظه کاریم و نمیدونم ترسم درش هست هر دو. اگر ما میبینیم شجاعان، قهرمانی، اون طیف برگزیده رو من کار ندارم که 100,000 نفر اعدام شدن، ولی اکثریت خاموشن. دوست. چطور یک نفر میتونه با یک رژیم مخالف باشه ولی بره رای بده، برای خودش دلایل بیاره؟ اینها میگن آقا اعدام میخواد یا گیوتین. ما بریم بچسبیم به گیوتین و دنبال اون بریم؟ و هنوز روحانی رو در آسمان در ماه دنبال کنیم. ما اگر حداقل ها رو ببینیم، اینقدر ادعای چیزهوشی میکنیم، داره 40 سال آخوند ما رو بازی میده. دوباره این لولو رو آوردن، رئیسی رو، همه رو ترسوندن، هیچ کاری نمیکنن. اینها فقط میخوان رأی هم که هر چقدر خودش بخواد از اون اتاق در میاره، 10 میلیون میتونه جابجا کنه. درسته. دیدیم در مورد احمدی نژاد و دیگران درسته. فقط حضور ما رو میخواد فیلم برداری کنه. ما که همه اشکیم خارج کشور میگیم آقا حساب مردم ایران با رژیم جدا، اینا میگن نه ببین تمام مردم ایران دنبال ما هستن و همه با ما هستن، و این باعث میشه که تمام دنیا هیچ حرکتی نکنه. همه به ما میگن آخه چطور اگه شما مخالفین چرا کسی نمیاد کاری نمیکنه، چرا تظاهرات نمیکنید؟ این حداقلش، کمبهاترینشه. حالا اگه تو خیابون بخوام وایسیم روبروی رژیم، هزینه، جنگ، کشتن، شلاق خوردن، زندان، ولی رأی ندادن کمترین هزینه است. ما از این هم امتناع میکنیم. دیگه ببینید کار به جای رسیده که موش در خانه ما با تپانچه میکرده، امروز که به توده هم اومده این انتخاباتو تعریف کرده، ولی هنوز 4 نفر خانمی که آرایششون از همه بیشتره، اینها میان تو خیابون رأس روحانی رو. این واقعا باعث شرم و نگرانی منه. من سوالی داشتم از آقای دایی ولی نمیدونم الان وقت هست بگم. بفرمایید سوالتون. آقای دایی رو همراهمون نداریم، اگر که نیکوهنگ عزیز بتونن پاسخگوی شما بشه. بله ببینید، این چیزی که خود منو حیرون میکنه اینه که یه نفر مثل نرگس محمدی یه سخنرانی میاد میکنه در اون بهشت زهرا، به 15 سال زندان محکوم میکنه، یا اون دانشجو یا کسای دیگر رو به این برای چیزای به این سادگی و مفتی. ولی مثلا آقای نویزاد یا این آقای نیکو کلام هست، بیشترین حرفا رو میزن زیبا کلام میشرخن. یا دستش میگیره اون بلاکار تو خیابون وای میسته رو به روی سپاه. این تضاد، این چجوری اپوزیسیونی که خود رژیم میخواد، خامنه ای میخواد بگه ما خودمون داریم رو کسایی که تسلط داره آزادشون میذاره، ولی بقیه اگه حرف بزنن زبانشون از حلقومشون میکشه. بسیار ممنونم علی جناب، بسیار ممنونم. نیکوهنگ شنیدی سوال دوست عزیزمون رو؟ بله. ببینید من چند تا نکته فقط وسط صحبت ها فرمودن بگم.
نکته بسیار مهمی که اتفاق افتاده در جامعه ما و قابل مطالعه است این هست که به نظر میاد، حالا من نمیتونم از منظر دقیق روانشناختی حتما بگم ماها دچار سندروم استکهلم شدیم و دقیقا با شکنجهگر خودمون ما عاشقه میکنیم و عاشقش میشیم، اما به نظر میاد شرایط رو طوری فراهم میکنیم که شکنجهگر ما راحت هر کاری دلش میخواد با ما میکنه و اگر به ما مثلا در پنجره سلولمون رو باز کرد که هوا بخوریم ازش متشکر میشیم. این انتخابات هم مثل همون داره میشه که هر 4 سال یک بار یک کمی دریچه رو باز میکنن، مردم میان تو خیابون رنگ و رنگ میپوشن، فستیوال برگزار میکنن. جامعه ما جامعه فستیوالیه، عاشورای ما ساختار فستیوالی داره، خیلی از چیزایی که داره دلمون میخواد یه فستیوال داشته باشه، احساس خودمون رو بریزیم بیرون. به نظر میاد اینا هم خیلی قشنگ رگ خواب رو پیدا کردن و فستیوال انتخابات درست میکنن. الان ببینید در مشهد دارن میرقصن و بنده خدا امام رضا مدت‌ها این هیچ چیزی نمی‌شنید، در طول این چند روز هم سالار عقیلی میره میخونه، هم آهنگای آقای تتدو رو شما در مشهد میشنوید و هم الان مردم دارن میرقصن، پس و دل راحتی خواهد داشت از دست آقای علم الهدا چند روزی. اما در باب این سوال ببینید افرادی مثل آقای نوریزاد، آها بذارید من اول شعف خودم رو از وضعیت امام رضا بعد از شنیدن صدای سالار عقیلی مخفی نکنم و بگم که حتی دین و ایمون آقای علم الهدا هم با پست و مقام دامادش قابل ارتعاش شده دیگه. در حقیقت سپاسگزارم، بفرمایید سوال دوستمون. ببینید افرادی مثل آقای نوریزاد و کسان دیگر که در ساختار در حقیقت مثلا آقای نوریزاد با آقای آوینی سالهای سال کار کرده بود، در نتیجه یک نویسنده‌ای بود که در روزنامه کیهان مینوشت و غیر متعهد بود علیه محمد علی زم، اومد خیلی جلو خامنه ای حمله کرد به محمد علی زم و اصلا یکی از شرایط محمد علی زم رو سخت کرد برای حضور در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. این فرد از یک زمانی میاد این طرف و منتقد میشه. آقای نوریزاد هزینه های زیادی داده، من نه منتقد ایشونم نه طرفدار ایشونم، به عنوان کسی که ناظر بودم برای اینکه ایشون چی کشیده دیدم چه هزینه هایی داده، اما حکومت هم میدونه برای اینکه یک نفر رو بی‌اعتبار بکنه میتونه از چه ابزاری استفاده بکنه. ضرر امثال ضرر بسیاری از در حقیقت پناهنده های سیاسی که جمهوری اسلامی صادر کرده به خارج از کشور و الان دارن تلاش میکنن برای استمرار وضع موجود، برای کمک به روحانی، برای اینکه نظام پایدار بمونه، به نظر من بسیار بیشتره و از این منظر من این اصلا رو میبینم. بسیار ممنونم نیکو هنگ عزیز. آیا فرصت داری با ما همراه باشی یا میخوای بسنجه داشتی؟ من هستم. اوکی، پس به اتفاق تو به خطوط تلفن برمیگردیم. دوست قربونت برم. من تو الو بفرمایید جانم، در خدمتتونم. من در خدمت شما فرمودین که من منتظر باشم، منتظرم. در خدمتتونیم قربان، با کمال میل شنونده شما هستیم. آقای زمانی شمایی؟ بله قربان، بفرمایید خواهش میکنم. قربون شکلت برم من. ممنونم. از روزی که اصلاح صورتت زدی 20 سال جوان شدی. قربون تو برم. مرد فعال، مرد انسان. بعد آقای نیک آهنگ کوثر، واقعا نیک خانواده، نیک سیرت، نیک انسان، هر چی نیکی هست در ایشون هست و در شما هست. من فدای جفت شما بشم. زنده باشین ایشالله قربان، دشمنتون قربان، دستاتون میبوسم، جفت پیشونیتون میبوسم. از خدای بزرگ براتون سلامتی آرزو میکنم که به آرزوهاتون برسی. بی نهایت ممنونم. آیا پیامی برای هموطنانمون در این 20 چند دقیقه باقی مانده به شروع انتخابات در ایران دارید، خصوصا عزیزانی که در داخل کشور هستن؟ نباید رأی بدم، اصلا نباید رأی بدم. قربون شما برم. خیلی ممنونم دوستم، بسیار سپاسگزارم. جفتتون برم، جفتتونم میبوسم، خدا یارتون باشه. زنده باشین علی جناب، یک دنیا تشکر میکنم از محبتتون. عزیز دیگری رو همراه خودمون داریم، بفرمایید خواهش میکنم. خواهش میکنم. درود بر شما.
امر بفرمایید خانم عزیز، با کمال میل شنونده شما هستیم. خواهش میکنم، درود بر شما. من فقط میخواستم به شما عرض کنم که به مردم ایران، البته من کسی نیستم که بتونم به مردم ایران پیام بدم، ولی در حد خودم که مادر هستم میخواستم بگم نیدید بچه های مردم چجور میدونم دار و چجور دیگه، آخه چجور دلتون میاد برید این صفی که اونا میگن فقط صف ببندی، آیا فقط صف بستن رای دادنی؟ اینا فقط میخوان سیاهی لشکر جمع کنن که تمام مردم دنیا بگن اینا دارن رای میدن، در حالی که یه جای من میدونم که رای نمیدن، فقط تو صف ها میدن سیاهی لشکر میشن. والا این سیاهی لشکر ها گناه داری نشت همه ما فقط همه میتونم بگم من به حالم من خودم مرد خود کنم نران هیچ کس نره پایتان رو باید آخه برای چی میرید تو این صفا؟ میرید که مردم کشته بشن؟ میرید که گوشتتون گرونتر بشه؟ میرید که نیمتون گرونتر بشه؟ آخه میرید چه کنید؟ برای چی میرید؟ چهار روز دیگه همه یایی که الان میگه نمیدونم تطلو میخونن و چی و چی و چی که من نمیخوام تا اسمشونم بیارم، همینا چهار روز دیگه همونا نگرفتن نکردن زیر ماشین، ندیدین؟ ندیدین ماشین سپاه از روی آدم ها رد میشد؟ آخه چه جوری دلتون میاد؟ بازم بدید سیاه لشکر باشین؟ لاغل سیاه لشکر ها نرم، بقیه مردم هر کس اختیار خودشو داره، ولی از نظر من میبخشید که من بیشتر از این نیمتون حرف بزنم. خیلی متشکرم از شما. بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم. خیلی خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. انشالله که همیشه زنده باشین. شما واقعا جای بچه های من هست. ولی من نمیتونم دیگه، حالم خوب نیست، بیش از این نمیتونم صحبت. بی نهایت ممنونم سرکار خانم. خیلی متشکرم از تماستون و از درد و دل صادقانتون با هموطنانمون در داخل کشور. دوست عزیز دیگری رو همراه خودمون داریم، ساعت 8:04 شب به وقت لس آنجلس و 7:34 صبح جمعه به وقت تهران. دوست خوبم روی خط هستید، بفرمایید. سلام بر همه عزیزانی که اونجا هستن. سلام و عرض احترام. یه بار دیگه قربان شما، یه بار دیگه صداتو بشنوام بعد صحبت میکنم. هم بفرمایید قربان، در خدمتتون هستم. الان درست شد، چون ایران ما که میدونی تلفن ها رو دریافت میکنن. بله عزیزم، من چند تا چیز رو میخوام بگم. این عزیزمون که هستن اونجا یه تحلیل سیاسیه کوچیکه، نه زیاد مهم نه زیاد کم مهم. در زمان آقای خاتمی ایاتون باشه، زلزله اول اومد در بم که من اونو تخریب اتمی میدونم، چون به صورت چای مستراب زمین رو کندن، تمام بم رو از بین بردن و کل بم قرنطینه شد. حتی بسیجی ها، سپاهی ها، مردم عامی به هیچ عنوان نمیتونستن برن اونجا کمک کنن که این جنازه رو در بیارن. که فتوای دادن گفتن که باید دست جمعی گور به یعنی به خاک بسپارنشون، یعنی غسل واجب نیست. این یک. آقای خامنه ای با آقای موسوی یه حالت لجبازی داشت، چون 8 سال نخست وزیر بود که سیاست مدار بود، به هر طریقی شد ایشون از رده خارج کرد. دو، بهترین سلاحی که برای خودش انتخاب کرد آقای احمدی نژاد بود که برای نکه مملکت رو به آشوب بکشی و هر چی دیگه اونا جای خود، که مسئله بمب اتمش رو درست کنه که از روسیه، روسیه مدت به ما کمک کرد بعد در زیرش. بعد اون در زمان آقای همین آقای احمدی نژاد اعلام شد تا 5 میلیون تا 6 میلیون نفر باید از تهران خارج شن، بیرون از سکنه تهران خدمات کامپیوتری بدن، که اینا میخواستن تهران رو همون تخریب اتمی کنن. اولین جایی که تخریب اتمی کردن، هر زمانی که شما یاد باشه یادتون باشه در زمان احمدی نژاد را به را ما زلزله داشتیم، درست میرفت برای سمت اردبیل آسترا برای حرف گفتن داشته باشن که خونه ها فرسوده است. اینا هر روز خدا روز بود که بمب اتمشون رو امتحان میکردن، به صورت چای مصرف زمین رو میکندن و امتحان میکردن. همچنین که به کاراشون رسیدن، 10 روز آقای خامنه‌ای بلند شد رفت قم، بعد 10 روز بعدش برگشت و احمد بلند شد بیا اون قری که با ما کردی، مردم فکر کردن چون با ما قری که میخوای حرفتو به کرسی بشونی، بلند شد بیا
در قم که ما رفتیم قومی ها ما رو قبول نکردن. در اون زمان آقای وحشت دینا عزیزان زنده بودن که آقای خامنه‌ای میخواست همه رو فکر همه رو خراب کرده بود که همه به این فکر بودن که در زمان خودش آقای شاهرودی قراره رهبر بشه، فکرها رو به هم ریخته بود. بعد اون آمدن چیکار کردن؟ این آقای سید رو برداشتن از مشهد آوردن. در هر صورت که شما حساب کنید اصلا شک نکنید از نظر تحلیل سیاسی آقای خود روحانی حتما رئیس جمهور خواهد شد، چون ما رئیس جمهور چهار ساله نداریم. دو، گفتن تا آخر بهار امسال احتمال مردن ایشون هست. نه نیستش. سه، قرار ایشون تا آخر امسال انشالله اگه زنده بمونه که مون، نگه نه که میره از دنیا، این اصلا شک نکن، ولی با یک کودتای نظامی قرار پسر خودش رو رهبر کنن. ولی ایشون رو در حد حدودی آوردن که از مشهد یه مدت به سر سیاست بشینه، یه سری مسائل رو بهش یاد بدن، رفت و آمده رو بهش بگن. بعدم همون حرفی که امام زد که آقای خامنه‌ای بلند شد رفت قم، گفت عزیز امام من، به ما تو قم گفتن که امام گفته در حق من جفا نکنید، احمد رو رهبر نکنید، چگونه شما میخواهید موروثیش کنید؟ اینا با یک کودتا میخوان پسر خودش رو بشونن سر جاش. دارن این یک، مردم رو گمراه نکنن. دو، بمب اتم تهران رو نگه داشتن به این شریک که قرار بود که آقای خامنه در زمان خودش معلوم خودش همونجور که رفسنجانی رو کش، چون اگه ایشون زنده میمون تمام مسائلی که بود بعدا میگفت به ملت، ای ملت عزیز من ما اشتباه کردیم، دروغ گفتیم به شما، گفتیم که رفتیم پیش امام، گفت که وقتی شما مردی خدا نکرده ما جای شما کیو بذاریم، که این ور اونور رو نگاه کرد گفت که علی رو بذارید. نه این حرفا نبود. اگه همچین مسئله به این مهمی بود باید فیلم برداری میشد یا نواری از ایشون زخم میشد. این یک دروغ بزرگی بود که آقای رفسنجانی درست کرد. خب دوست عزیزم، دوستان دیگری هم پشت خط هستن، اگر ممکنه خلاصش کنید در یک جمله دیگه من ازتون ممنون میشم. در یک جمله آقای خامنه‌ای در زمان معلومش تهران رو تخریب اتمی خواهد کرد، جنوب شهرش رو، زمانی که مردم میریزن تو خیابون که کودتا کنن، یه سری علما موافق نیستن با این کار، میخوان مردم میزنن به سرشون، آی خاک بر سر شدیم به سید خدا اینجوری کردیم، در از تخریب اتمی خواهد شد. این اصلا دور از ذهن نیست. بی نهایت ممنونم از شما، خیلی متشکرم از لطفتون. عزیز دیگری رو هم همراه خودمون داریم، بفرمایید. اینا مال سازمان اطلاعات هستن، چرا تو فکر منو قطع نمی‌کنه؟ بفرمایید عزیزم، بفرمایید، خواهش میکنم. الو، بفرمایید عزیزم. درود به شما. من خواستم بگم آقای نیکوهنگ فرمودن که این طبقه فقیر و خدمت شما عرض کنم حاشیه نشینن که عاقبت کاری میکنن. میخوام بگم در هر تظاهرات، هر جایی که من شرکت داشتم، چه ایران چه اینجا، همه جا من هیچ وقت آدم فقیر و یه کارگر رو ندیدم، حتی از روز اول ماه مه، بلکه طبقه متوسط، کارمندان و دانشجویان بودن. همون موقعش هم این بوده. من میخواستم اینو تاکید بکنم که عاقبت هم همون طبقه جوان و متفکر و دانشجو باید تکلیف رو معیم بکنن. سپاسگزارم. بی نهایت سپاسگزارم قربان، خیلی تشکر میکنم. نیکوهنگ، فکر میکنم اجازه بده به تو برگردم با همین گفته که دوستمون مطرح کرد. در جوامع مترقی دست کم، میدل کلاس فامیلی یا طبقه متوسط موتور محرک اتفاقات اجتماعی است، ولی در جوامع فقیر، در جوامعی که مثلا مثل هندوستان در زمان دوره استعماری که آقای گاندی وارد میدان میشود، موتور محرک خودش رو روی فقرا میگذارد، یا حتی ماندلا در قیام علیه آپارتاید، چه در دوره مسلحانه و چه بعد، از فرودست‌ترین طبقه جامعه استفاده میکنه. شرایط کشور ما کجاست؟ یک کشوری است مانند چه میدونم امریکا که میدل کلاس فامیلی ها بیان طبقه متوسط در بازی باشه، یا هندوستان یا آفریقای جنوبی است. من چند سال پیش با یک جامعه شناس راجع به این بحث میکردم، معتقد بود که ما عملا طبقه متوسط واقعی نداریم و خیلی مرزها محو هستند. اما اگر حدس بزنیم، فرض کنیم طبقه متوسطی هم به طور واقعی وجود داشته باشه، ببینید بخشی از طبقه متوسط ما نگران موقعیتش هست که این موقعیت رو از دست نده. اما وقتی کسی که زمین خودش رو از دست داده، دام خودش رو از دست داده، چاه آب خودش رو از دست داده، اومده در حاشیه شهر و فقط زنده ماندن براش مهمه و اینکه فرزندانش رو به خاطر احساس مسئولیت که میکنه زنده نگه داره، آیا این موقعیتش مانند طبقه متوسطی است که حداقل اگر
بخشیشون موقعیتی پیدا کردن، حالا برفرض کاری از دستات خونه‌شو میفروشه، میره خونه کوچیک‌تر میگیره، اون کسی که زمین و همه مالیمده که خودش از دست داده، اون چه چیزی برای از دست دادن داره؟ این یک نکته. نکته بعدی اینه که در خیلی مهم هست که بخشی از طبقه متوسط، ما طبقه متوسط فرهنگی و طبقه بالای فرهنگیمون باید ببینیم که درست. اینا چطور عمل میکنن در این شرایط. من امیدوار هستم که بله طبقه متوسط فرهنگی و طبقه غنی فرهنگیمون و اجتماعیمون فعال باشن، اما من هنوز شواهدی رو خودم متاسفانه ندیدم، به ویژه الان که بحران آب رو ما در خیلی از مناطق داریم، من ندیدم که طبقه متوسط ما بیان و حمایت بکنن و فعالیتی بکنن به نفع طبقه فرودست. بی نهایت ممنونم. من یادآوری کنم که دوستان عزیزی در فیسبوک هم همراه ما هستن و پیام ها و کامنت های متعددی میدن، از شایان، احمد، شهلا، پریسا، سم، کامران. ممنونم از دیگر دوستانی که همراه ما هستند و امیدوارم که بکوشیم تا این گفتگو رو بیشتر و بهتر پیش ببریم. عزیزان دیگری که روی خط هستند رو همراه خودمون داریم، بفرمایید. خواهش میکنم، با استودیوی افق ایران در حال گفتگو هستید. جناب دکتر آقا زمانی، با عرض سلام و ارادت خدمت شما، خدمت آقای نیکاهنگ کوثر، که چه اسم قشنگی نیکاهنگ هست واقعا، آقای دایی، آقای محمدی، اینا آقایون هستن که واقعا دارن شبانه روز تلاش میکنن برای مردم. یه سوال دارم برای آقای نیکاهنگ. جناب نیکاهنگ، این مثال تا حالا شنیدید شما که میگن دم را که دمیدن تو دیدی، آنان که ندیدن بگو واقف دم باش. اینو شنیدید تا به حال دیگه نیست؟ من نشنیدم. بله، دم در وایساده بودم. همه نوعشو دیدیم دیگه. اینا اصلاح طلب خوب داشتیم، آقای رفسنجانی بودن، اصلاح طلب بهتر از رفسنجانی آقای خاتمی بودن، تندرو آقای احمدی نژاد بودن. پس ما همه اینا رو دیدیم دیگه. این بیمورده که بگیم این بهتر از اونه، بد بهتر از بدتره، بهتر بدتر از خوبتره. اینا رو دیگه ما یاد گرفتیم. حالا سوال من اینه، اون کسی که الان میخواد بره توی انتخابات شرکت کنه چه چیزی میخواد؟ آیا آزادی میخواد؟ آیا اقتصاد خوب میخواد؟ یکی از این دوتا رو باید بخواد دیگه. درست. اگه آزادی میخواد، همین آقا، دوتا آقایی که الان دارن با هم رقابت میکنن، بیان پایش تلویزیون به مردم بگن ملت ایران هر کی دلش میخواد مثل زمان شاه بره هر لباسی دلش میخواد بپوشه، هر کار دلش میخواد بره بکنه، بجز خلاف قانون دنیا. حالا این از لحاظ آزادی. حالا در اثر به شما بگیم، موقعی که میخوان اقتصاد را بندازن، آیا یکی از این دوتا آقایون میان بگن که ما موشک ها رو دیگه ادامه نمیدیم، ما میام سربازا رو از تو سوریه میاریم بیرون، ما حزب الله لبنان رو قطع میکنیم؟ اگر واقعیت هست، اینا رو باید مردم سوال کنن، بگن آقا من که میخوام بیام به شما رأی بدم، شما بفرمایید چه کار میخوای برای من بکنی. از این که آقای روحانی بیاد بگه بله من در رو باز میکنم، آقا زیاد شنیدیم. اون یکی دیگه بیاد بگه من فلان میکنم، آقا اونم شنیدیم دیگه. آقای چیز رهبر که دیگه آقای احمدی نژاد رو آورد بهش گفت آقای تو انلیشی، به قول معروف دهنه رو از دهنش باز کرده، برو هر کار دلت میخواد بکن. مگر نه شما فکر میکنین آقای احمدی نژاد از اون آدمایی بود که بیاد در مقابل آقای خامنه‌ای بگه آقا هولوکاست وجود نداشته، اون وجود نداشته؟ اینا شوهایی که دارن درست میکنن. امیدوارم اون بچه‌هایی که میخوان برن رای دادن، مخصوصا من متاثر میشم که اینو میگم، دخترایی که واقعا توی سن خوب زندگی هستن و فکر فرداشون رو نمی کنن، باید اصلاف شما ببینید موقعی که جمهوری اسلامی اومد، رئیس جمهور فرانسه واقعا به دنیا اومده بود. حالا من از این دختر پسران سوال میکنم که رفتید دانشگاه درس خوندید، با چه مصیبت و بدبختی و فلان اینا، آیا واقعا شما نمیخواد یه زندگی راحت مثل ایشون داشته باشید؟ من به مجدداً سپاسگزارم، امیدوارم که ممنونم از شما. آقای عزیز، آقای کوثر از شما سوالی دارن. بله خواهش. آقای کوثر بفرمایید.
شما تصادفا شیرازی نیستید؟ آره من صداتون خوب نمیاد. بله من شیرازی هستم. شما کجا هستید؟ شیرازی هستم. اینو میگم البته نمیخوام توهین به هموطنانم بکنم. همه جای ایران ایرانه، فرق نمیکنه. ولی افتخار میکنم که در استان فارس به دنیا آمدم که یک طرفم سعدی، یک طرفم حافظ، 60 کیلومتری کوروش، تخت جمشید، یه طرف دیگه. این باعث افتخار منه و با سربلندی شما دو تا شیرازی افتادید. اهل استان فارس هستم. ممنونم. خب عرضم به حضورتون، حالا من خیلی لحظه را من به قول شبکه ماهواره‌مو به شیرازی تغییر نمیدم، ولی سلام همشهری عزیز. این اول. خیلی خب من آقای کوسه فقط عرض کنم خدمتتون که این نهایت چیزها، نهایت به هر حال پارتی بازی قومیتی عزیز دیگری رو هم اجازه بدید روی خط داشته باشیم. سلام عرض احترام دارم، مدت طولانی است پشت خط هستید، عذرخواهی میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. آقای زمانی شما هستین؟ بله قربان، بفرمایید. خواهش میکنم. بله بله. در از مزاحمت، ولی من نمیدونم این داستان ما به کجا کشیده میشه. متاسفانه اینا خیلی قشنگ بلدن بازیشون رو انجام بدن. من خیلی ناامیدم حقیقتش. یعنی من انتظار داشتم که امسال رو دیگه مردم کوتاه بیان، ولی متاسفانه میبینم که نه، هر سال داره بدتر میشه و ما ناامیدتر میشیم. درست. چرا این اتفاقات داره میفته؟ چاره چیه برای مملکتمون؟ سال دیگه، چهار سال دیگه، 1400 تا 1404 هم مطمئنن آقای ظریف رو میارن یا یکی مثل اون. راه حل چیه؟ باید چی کار بکنیم ما؟ ما که خارج از کشور هستیم. منی که الان دارم میبینم برادر من تو ایران اومده عکسشو گذاشته تا 1400 با روحانی، چی میتونم بگم؟ چی کار میتونم بکنم؟ چاره چیه؟ مملکت داره نابود میشه. چارمون چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ مردمی که تفریحشون تا سو عاشوراست، مردمی که تفریحشون هر چهار سال یه بار مثل جام جهانی میشه انتخابات، دختر و پسر میریزن تو خیابون، چی کار میتونیم بکنیم ما؟ واقعا چاره چیه؟ بله. من واقعا ناامیدم. نه ناامید نباشید دوست عزیزم، بذارید ببینیم آقای کوثر هم چه میگن. آقای کوثر بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید چند تا نکته خیلی مهم اینجا من خواستم از قبل بگم، چون با یکی از استادان زمان دانشجویم داشتم چت میکردم تلگرام قبل از بحث، و همیشه میگن که وقتی شما در خارج از کشور هستید، میگن شما خارج نشین ها مثل ما فکر بکنید. ببینید خارج نشین داخل نشین نداره. اگر نگاه مذهبی دارین به ماجرا، وقتی شما شرایط زندگی آرام و امن نداشته باشید، مطابق همون دستورات دینی باید هجرت کنید. پس به عبارتی کسانی که در مکه بودن میتونستن به محمد ابن عبدالله که رفت به مدینه بگن خارج نشین. لابد اسمش چیه؟ قوم فرعون هم میتونستن به موسی بگن خارج نشین. نه، این بازی رو بذاریم کنار. این بازی حکومت هست که برای اینکه نقش بسیار از ایرانیان در خارج از کشور رو کم رنگ بکنه، وقتی که عدم همراهی میبینه میشن خارج نشین. اما وقتی مثلا میان حمایت میکنن از برفرض حکومت جمهوری اسلامی، میشن روشن فکر. نه، این تعاریف رو باید بذاریم کنار. حکومت جمهوری اسلامی حق نداره برای ما تعریف تعیین کنه. دوم، اگر وظیفه ما نجات سرزمین باشه، راههایی رو باید پیدا بکنیم که سرزمینمون رو به بهترین وجهی نجات بدیم. سرزمین ما عمرش داره از بین میره. منابع آب زیرزمینی ما که هزاران هزار سال مونده بودن دارن از بین میرن. خاک ما داره از بین میره. ما خیلی جالبه، برای نجات یک وجب خاک جان خودمون رو میدادیم، اما سالی 2 میلیارد تن داریم خاک از دست میدیم. حالا من اون خاکی با از جزایر خلیج فارس دارن میبرن به دبی و جای دیگه، اونو کار ندارم، یا از جنوب ایران. نه، خاک ما داره فرسایش پیدا میکنه به خاطر سیاست‌های همین حکومت. آیا رای دهنده حاضر هست بپرسه از آقای روحانی یا کسانی که براش کمپین میکنن که آقا شما برای محافظت از منابع طبیعی چه کردی؟ همین دریاچه ارومیه که دارن میگن آقا سطحش بالاتر اومده. چی بالاتر اومده؟ باید سطحش به سطح 1274 متر برسه. الان 1270 متره. 30 میلیارد متر مکعب آب باید توش باشه. الان حدود 2 میلیارد متر مکعب آبه.
دارن راجع به چی افتخار میکنن. منابع آب زیرزمینی اطرافش داره از بین میره، چاه‌ها شور شدن، هنوز داره با هر بادی داره گرد و خاک و نمک میره توی ریه مردم. بعد میان با افتخار میگن مشکل حل شد، مشکل هورالهویزه حل شد. نه، حل نشد. یک کارشناس به من خبر میده که سد کرخه، سد آبش اومده بالاتر و اینا خواستن کنترل کنن، آب رها کردن. این کجا اومدن مشکل رو حل کنن؟ مسئله مهم این است که اولا هر چی که دولت میگه، هر چی حاکم میگه، ما نباید قبول کنیم. باید فکر بکنیم، باید اندیشه بکنیم. دوم، باید هدف داشته باشیم. اگر وظیفمون نجات سرزمین هست، اول خودمون رو نجات بدیم، سرزمین همسایه‌مون رو نجات بدیم، اون کسی که به خاطر این شرایط وضعیت بدی داشته به اون کمک بکنیم و بعد بتونیم شبکه اجتماعی واقعی درست بکنیم. تا وقتی فقط به این فکر باشیم که حالا یک معجزه بیاد، یک ناجی افسانه‌ای از کره ماه بیاد که نجات بده، هیچ اتفاقی نمیفته. من خواهش میکنم از دوستان عزیز بخش فنی اون چند تا از کارتون‌ها رو نشون بدن که درباره آقای روحانی و ماه هست، حالا انواع مختلفش رو. من تا تلفن بعدی راجع به اونها بتونم یه توضیح بدم به بینندگان عزیز اگر اشکال نشه. بسیار ممنونم آقای کوثر چشم. دوستان ما امیدوارم بتونن که این کارتونایی که شما گفتین رو پیدا کنن. اما نکته‌ای رو هم که سعی می‌کنم قبل از تلفن بعدی با دوستان مطرح کنم مشخصاً اینجاست. در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دی سی، بیش از 30 مرکز رأی گیری اعلام شده. اولا که نحوه اعلام آدرس این مراکز به صورت کاملا امنیتی موکول شد به دقایق نبرد. حتی در برخی از مراکز مانند بافالو، در شهر بافالو در نزدیکی مرز کانادا، در نزدیکی شهر تورنتو، که گفته شده از قبل هم هماهنگی‌هایی برای انتقال گروهی از ساکنان شهر تورنتو برای رأی دادن به اینجا تمهیداتی در این زمین اندیشه شده، تا لحظه آخر موکول موند. حتی در منطقه راکویل که در حومه واشنگتن دی سی در ایالت مریلند، که گفته میشه از مراکز مهم سکونت مخالفان جمهوری اسلامی در حومه واشنگتن دی سی هست، هم باز در این زمینه تأخیر بود. در شهر لس آنجلس، بزرگترین خانه ایرانیان در خارج از ایران، جایی که بیش از در لس آنجلس و حومه اون بیش از 400 هزار ایرانی زندگی میکنه، دو مرکز رأی‌گیری با فاصله زمانی بسیار طولانی از دیگر مراکز، ابتدا با آدرس جعلی، سپس در یک هتل در نزدیک فرودگاه برگزار شد، اعلام شد که ساعتی پیش اعلام شده. نکته مهم هم اینجاست که این نوع اعلام کردنها خودش نشون میده، خودشون هم مشخصا در تماسی که خودم شخصا داشتم با دفتر حافظ منافع و پرسشگری میکردم که چرا اعلام نمیکنید، فرد پاسخ دهنده به من گفتش که شما اگر امثال شماها نبودند ما زودتر اعلام میکردیم. یعنی نشان میداد که ترسی از تجمع مخالفان رأی‌گیری در مقابل این مراکز برای برگزار کنندگان این رأی‌گیری وجود داره. اما نکته جالبتر آمار مشارکت در این انتخابات در ایالات متحده آمریکا، در کشوری که من و شما به هر حال من و آقای کوثر و بسیاری از شما بینندگان عزیز در این هنگام از برنامه های تلویزیون اندیشه در اون زندگی میکنید. 1,100,000 ایرانی بر اساس آمار مندرج در کشور ایالات متحده آمریکا از شمال شرقی تا جنوب غربی زندگی میکند. از این 1,100,000 نفر 6,320 نفر، تنها 6,320 نفر، یعنی 0.0620 اگر بگیم 1,000,000 کل اینها رو در انتخابات شرکت کردن، یعنی سال 92. ببینید، اینو فراموش نکنید که ایرانی ها در خارج از ایران فقط هم میتونن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و رأی بدن. از 1,100,000 ایرانی در سال 2013، یعنی سال 92 که آقای روحانی در انتخابات شرکت کرده بود روبروی جلیلی و نمیدونم قالیباف و کها، که همونجا که میگفت من حقوقدانم سرهنگ نیستم، 6,320 نفر در انتخابات شرکت کردند و رأی دادن و الباقی ایرانی ها شرکت نکردند. همون زمان اگر شما صفحات فیسبوک مطرح ایرانی ها در خارج از کشور رو باز میکردید یا سر میزدید به سایت های خبری مانند سایت های خبری جریان اصلی، میدیدید که چه صفحه های طویلی در لندن کشیدن، چه حرف ها و حدیث ها از شرکت کنندگان در واشنگتن مطرح میکنند، از اینجا در لس آنجلس
چه گزارش ها که فرستادن در انتخاب آزادی بر ارتجاع و اینها همه یک سمت، ولی در نظر بگیرید که 6320 نفر از 1,100,000 ایرانی ساکن آمریکا حاضر شدند در انتخابات اون سال شرکت کنند. اطلاعاتی که ما در خبرگزاری ایران شهر به دست آوردیم نشون میده که تنها 15,000 برگه تعرفه رأی رأیگیری برای ایرانیان ساکنه برای دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن دی سی ارسال شده. 15,000 رأی. خودشون هم اعلام کردن امیدوارند با سرریزی که از کانادا در شهرهای بافالو و سیاتل پذیرایی خواهند کرد و رأی اونها رو اخذ خواهند کرد، امسال بتونن رقمشون رو به نزدیک 10 تا 11 هزار نفر از 1,100,000 ایرانی در آمریکا و بیش از 200,000 ایرانی در کانادا برسونن. خوب دقت کنید، یعنی حجم مشارکت حتی از 0.1% هم باز پایین تره. این پایین بودن سهم مشارکت در این اتفاق رو در نظر بگیرید و فکر نکنید تمام صدایی که از خارج از کشور به سمت شما میاد تشویق به مشارکت در انتخابات و نگفتن به رئیسی است، بلکه حقیقت امر نگفتن به کل رژیم. عذر میخوام اگر زیاده گویی کردم، تلفن دیگری رو باز کنم. دوست عزیز روی خط هستید، بفرمایید. خیلی ممنون. با درود و سلام به شما و بینندگانتون، خیلی ممنون از برنامه‌ای که دارین. عرضم به حضور شما که تمام این تلویزیونایی که الان هست دو تا راهو معمولا روش صحبت میکنن. یکیش این که میخوان به اصولگراها رأی بدن که در رأسش رئیسی هست، و تعدادی هم هستن که میخوان. شما میشنوین صدای منو؟ بله قربان، صدای شما رو به گرمی میشنوم، بفرمایید. بله، و قسمت دوم این هستش که میخوان باز دوباره به مسئله اصلاح طلبی و همین مسائلی که در طول این چند دهه گذشته داشتیم اتفاق بیفته تبلیغ این قضیه میشه. خب یک جریان سومی هم هست که به قول شما آقای زمانی میگی 40% قرار رای ندن، اینجوری که پیش بینی شده. 55% معذرت میخوام، 55% بر اساس پیش بینی و نظرسنجی که سایت مردم ریپورت اون رو منتشر کرده. عذرخواهی میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم. این تیفی که الان رای نمیده، اینا به هر حال اینا هم یک سری حساب دستورکارهای خودشو دارن. شما چرا رو اینا صحبت نمیکنین که مردم میکنی از همین حالتهای به اصطلاح سردرگمی در بیان؟ همین دوست عزیزمون که قبلش زنگ زده بود و میگفت آقا چه کار باید بکنیم. خب الان شما نگاه کنیم، مثلا محمد، آقای دکتر محمد ملکی اعلام کرده که من رأی نمیدم و اون روز در میدان آزادی جمع میشم. یا اینکه به حزب ایران آباد اعلام کرده که ما رأی نمیدیم و کسانی که به اصطلاح میخوان رأی ندن در خیابانا باشن، به خاطر اینکه الان موقعیتی هستش که به اصطلاح از نظر اینکه تمام دنیا چشمشون به داخل ایران هست، موقعیت بسیار خوبی هستش که بتونن خودشون مطرح کنن که بیان آقا ما نه این برو میخواییم نه اون برو. این ملت برنامه تکلیفش چه خواهد شد؟ اینا به هر حال کسانی هستن که مخالف رژیم هستن و در همون سیستم زندگی میکنن. حالا یه سری ممکنه از طریق به حساب منافع اقتصادی و منافع به حساب اعتقاداتی یا منافع به حساب حزبی خودشون، و در تمام مدت هم که به صورت مافیایی این کشور رو اداره کردن، اینا منافع خودشون رو دارن. ما باید دنبال اون چیزی که فکر میکنیم برای مردم واقعا به عنوان راه سوم هست اون رو تبلیغ کنیم که بتونیم راه حل دیگه هم باشه. شما یه کسایی هم بیارین که از اون طرف به اصطلاح راه سوم باشه که بتونن بگن که آقا چه کار باید بکنیم. بسیار ممنونم. حتما من فکر میکنم که اساساً خیلی سپاسگزارم لطفتون. من فکر میکنم که اساساً ما امشب اینجا نشستیم و زبان و کلام کسانی هستیم که نمیخوان در انتخابات شرکت کنند. موازه مشخص و روشنی در این زمینه هم شاهزاده رضا پهلوی که در حقیقت سیاستگزار اصلی و خط‌دهنده اصلی به جریان رسانه‌ای افق ایران هستند و به هر حال این رسانه وابسته به ایشون هست، در این مسئله اعلام کردن. هم شورای ملی ایران مشخصا بیانیه بسیار بلند بالا و قوی در ممانعت از
پرهیز از رأی دادن ارائه کردن و مطالب محوری رو در انتخابات پیش رو به عنوان بخش از حقوق شهروندی و توجه به دیگر حقوق در کنار رأی دادن در پکیج کامل دموکراسی قرار دادن. شخصا خود من، آقای دایی، آقای کوثر در نه در این برنامه، در طول تمام این مدت که این برنامه‌های انتخاباتی پخش می‌شده مشخصا این گفتگو رو کردیم و البته راهکارهای مربوط به رأی ندادن و اینکه چگونه از رأی ندادن پله اول ساخت برای جهش به سمت آینده را هم در نظر گرفته. به نظرسنجی‌ها هم اشاره کردن، نظرسنجی مردم ریپورت رو که خب خود من هم بهش هر روز سر می‌زنم و از اخبارش استفاده می‌کنم رو مطرح کردم. وبسایت صدای آمریکا هم نظرسنجی رو در این چند روز گذشته برقرار کرده بود. بر اساس آمارهای اونها 15% از شرکت کنندگان در اون نظرسنجی گفته بودند با آقای روحانی رأی میدن، 42% گفتند با آقای رئیسی رأی میدن، هاشمی طبا هیچ درصدی ندارد، آقای میرسلیم رو هم این دوستان اصلا حذف کردن از در واقع رأیشون و 42% شرکت کنندگان در صدای آمریکا هم گفتند که رأی نخواهند داد. البته این رو هم بگم که هیچ کدام از این نظرسنجی ها علمی نیست و پایانه های خروجیش نمیتونه رأی تأثیری در رأی نهایی مردم بگذاره. نیکانگ برگردیم به شما. به هر حال من میدونم که در کانادا امسال برگزاری انتخابات ممنوع بوده، شایعاتی هم شنیده شد دال بر این که یک چند مرکز توریستی، حالا به هر حال مؤسساتی، حتی اتوبوس اجاره کردن برای حمل و نقل زائرین صندوق رأی به شهر بافالو در حومه دیترویت در نزدیکی به هر حال اون نه بافالو نزدیک آبشار نیاگارا است. آبشار بله، معذرت خواهم می‌کنم. مثل اینکه فاصله کمتر از 100 مایل، حدود 100 مایل هست و 100 رانندگی. بیشتر بشتم به هر حال شما هم تورنتو زندگی کردی، همون منطقه رو می‌شناسی، هم با تقسیم بندی های سیاسی موافق مخالف جمهوری اسلامی در کانادا آشنا هستی. از شما بیشتر بشتم در مورد کانادا و انتقال این افراد به آمریکا برای رأی دادن. ببینید، شما یک همونطور که در جاهای مختلف دیاسپورای ایرانی میدونید نگاه‌های سیاسی متفاوتی دارن، خب یک گروه های چپ نزدیک به جمهوری خان، اتحاد جمهوری خواهان، شریکای فدای خلق هستن که بالاخره هر 4 سال یک بار میزان چپ خونشون زیاد میشه و گلبولای چپ خونشون باعث میشه که بخواد بیان و مشارکت بکنن بعضیاشون، و طبیعتاً خیلی از اینها میان مشارکت میکنن. بعضی هستن که نگاهشون بر اینه که باید اصلاح طلب ها همیشه حمایت بشن در داخل، در نتیجه از فضای آزاد کانادا و آمریکای شمالی استفاده میکنن برای حمایت از اینها. بعدم یک سری از فرزندان مقام های حکومتی، حالا اصلاح طلب یا آدم های مختلف در کانادا هستن، مثلا از فرزندان رهبران سازمان مجاهدین انقلاب در کانادا هستن، در اتاوا هستن و در نقاط مختلف هستن. این مسئله مهم است که در نظر بگیریم که اینها از این موقعیت استفاده میکنن برای لابی کردن و گروه های مختلفی هستن که میخوان عملا لابی ایرانی رو در کانادا هم راه بندازن، اما تا الان موفق نشدن. ایرادی نداره که ایرانیان کانادایی یک لابی داشته باشن برای که از حقوق ایرانی کانادایی ها دفاع کنه و یا شرایط بهتری فراهم کنه، اما اینها بعضیا دنبال این هستن که منافع اقتصادی جمهوری اسلامی رو در کانادا بخوان گسترش بدن. گفته میشه چیزی حدود 400 هزار نفر ایرانی در کانادا وجود داره، حضور داره، ایرانی الاسب یا ایرانی. و خب الان ما 2 نماینده پارلمان داریم در جامعه ایرانی کانادایی در پارلمان فدرال کانادا. شرایط یه خورده متفاوت کرده نسبت به گذشته، اما اینکه نمایندگان دولت کانادا با جمهوری اسلامی اومدن مذاکره کردن و نگفتن به جمهوری اسلامی بسیار اتفاق جالبی بود و به نظر میاد یک شکست بود برای لابیگرانی که مدت ها از دولت کانادا هم حتی پول میگیرن برای خیلی از پروژه ها، مثلا پروژه هایی که مثلا روحانی سنج هم گفته میشه دست اینها هست که اول خیلی ظاهرا انتقادی بود اما بیشتر الان توجیهی است که برفرض چیکار میکنه. یکی از کارتونایی که فکر کنم دوستان و دستشون رسیده باشه برای روحانی سنج، روحانی است که یک نفر داره طول دماغش رو میسنجه که چقدر در طول این 4 سال دروغ گفته و البته کسی رسیدگی نمیکنه به این مسئله. مسئله دیگر این که اینا که میخوان بیارن به بافالو، خب طبیعتا بحثی که من این هفته داشتم گفتگو کردم با کن تیمرمن که یک تومای رو فرستاد به کاخ سفید و دنبال این بود که کاخ سفید مقابله بکنه با برگزاری انتخابات در حوزه هایی که از منظر قانونی عملا نیستن،
هنوز هیچ جواب مشخصی داده نشد، چون دیر به نظر من این درخواست داده شد. با این وجود مسئله این است که این حوزه های رأی‌گیری جدیدی که درست کردن قانونی محسوب نمیشن، و اینکه دولت فعلی چرا هنوز هیچ واکنش نشون نداده، دولت ترامپ، شاید به این دلیل است که انقدر در جای مختلف درگیر کار مختلف است که به این یکی نرسیده. ببخشید نیکانگ، من این متوجه نشدم، یعنی برگزاری انتخابات در خاک آمریکا قانونی نیست؟ سالهای گذشته هم اتفاق می افتاده. یا شعبه های جدید که میگی مشخصا اشاره به چه چیزیه؟ یعنی منظرت میخوام، یعنی قانونی داره برگزاری انتخابات در یک کشور خارجی؟ این قانون چه هست و چگونه است؟ ببین، بر اساس اون چیزی که توافق شده، امکان برگزاری انتخابات در مرکز حفاظت از منافع جمهوری اسلامی وجود داره. این از گذشته وجود داشته، اما اینکه حوزه های جدید عملا بخوان راه بندازن، این ظاهرا یک منع قانونی داره که کن تیمرمن بر اساس همین یک تومار رو فرستاد به کاخ سفید. درسته. من یادآوری کنم که دقایقی پیش در تهران و در دیگر شهرهای کشورمون حوزه های رأی‌گیری آغاز شده، رأی‌گیری در اونها همین ابتدا در همین بعد و به امر برخی از افراد در کانال های تلگرامی که ما هم در اونها عضویت داریم، من میبینم فیلم هایی رو گذاشتن که نشانگر خلوت بودن و سوت و کور بودن خیابان های شهر تهران هست، پایتخت ایران. البته میشه همونجور که در یکی از این فیلم ها، حالا من میکوشم این فیلم رو برای همکاران اتاق فرمان هم ارسال کنم که اگر شد ببینیم به اتفاق، در حقیقت نشون میده که حضور نیروهای امنیتی پررنگ ساعت 8:06 دقیقه صبح به وقت محلی در کشور عزیزمون ایران، ولی حضور مردم بسیار کم و یعنی اصلا حضوری نیست، یعنی کاملا خلوتی رو شما میشه در همه ابعاد شهر دید. من معذرت میخوام میکنم که شما رو مقطع کردم کلامتون رو، برگردم به شما بشنوم ادامه تحلیل شما رو از همین وضعیت حوزه ها و رأی‌گیری در خارج از کشور. ببین، در خارج از کشور از تعداد حالا آمار متفاوته، چند میلیون ما ایرانی واقعا در خارج از کشور داریم، یک کسی که شناسنامه ایرانی داره که حالا یا پاسپورت ایرانی داره به هر ترتیب، اما خیلی از کسانی که در طول چند هفته اخیر فعالانه تلاش کردند که برای جمهوری اسلامی رأی جمع بکنن، گروه‌هایی از پناهندگان به خارج از ایران بودند. این علامت سوال بسیار بزرگی است که من با چند نفرشون که بحث می‌کردم می‌گفتم مگر شما کسانی نیستین که به خاطر اینکه شرایط امنیت زندگیتون در خطر بوده، کل ساختار احترام نمی‌گذاشته به آزادی اندیشه شما، شما شکنجه شدید اومدین خارج از کشور؟ اما به نظر میاد خیلی هاشون مجاب شدن از طرف کسانی که بالاخره رهبران فکریشون محسوب میشن، از میان اصلاح طلبان، که بیان و رأی جمع بکنن برای جمهوری اسلامی و بگن که آره، حتی اونی که مخالف جمهوری اسلامی هست و یا مجبور شده فرار بکنه، این داره به قول معروف مشارکت میکنه. و این به نظر من چیزی است که ما نهایتا باید ببینیم که چقدر جمهوری اسلامی از این منظر باید بهش تبریک گفت که این همه پناهنده، بخشی از پناهندگان رو صادر کرده، وگرنه ما پناهندهایی داریم که واقعا پناهنده هستن، پناهجو هستن و در حقیقت برای نجات جانشون که اومدن حاضر هستن که تمامی تلاششون بکنن برای بهسازی ایران و انحلال ساختاری که ایران رو به نابودی کشونده. بی نهایت سپاسگزارم نیکانگ کوسر، تا به همین اندازه که همراه ما بودی. 10 دقیقه تا پایان برنامه همکاران اتاق فرمان به من اطلاع میدن فرصت داریم، خطوط تلفنمون هم پر هست. ما قبل از اینکه بخوایم خداحافظی کنیم، اشاره کنم که برنامه ویژه پسا انتخابات شبکه تلویزیونی اندیشه و افق ایران از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، 3:30 صبح روز شنبه به وقت ایران خواهد کوشید تا آخرین نتایج انتخاباتی در ایران رو همگام و همراه با رسانه‌های مختلف به تحلیل‌های کارشناسی، خصوصا با تمرکز بر بخش صدای خاموش جامعه، کسانی که از شرکت در انتخابات پرهیز کردند. فردا آرایی رو وزارت کشور ایران اعلام خواهد کرد به عنوان آرای کسانی که در انتخابات شرکت کردند و یکی از دو کاندیدای اصلی این انتخابات رو به عنوان برنده اعلام خواهد کرد. ولی در همین شرایط، در همین چهارچوب هستند بسیاری از ایرانیان که فارغ از این آمارها که بخشش هم میتونه ساختگی و غیر قابل استناد باشه، در انتخابات شرکت نکردند، کسانی که به
چهارچوب رژیم اسلامی باور ندارند و طبیعتاً همین افراد خواهند کسانی خواهند بود که میتونن زمینهای تغییر رو ایجاد کنند. نیکانگ با توجه به همین شرایط اگر که اشاره بله چشم تلفن‌ها رو هم به من میگن بعد جواب بدم حتما، ولی با توجه به همین شرایطی که وجود داره آیا شما فکر میکنید در ساعات پیش رومون که در حال حاضر آغاز شده این انتخابات، ما چه میزان از حضور مردم رو در پای صندوق‌های رأی خواهیم دید؟ ببینید بر اساس استراتژی ترس که اصلاح طلبان بسیار موفقن در ایجادش و تیم امنیتی روحانی که میدونید افرادی که در شکنجه مردم دست داشتن در طول 3 دهه عضو تیم آقای روحانی هستن و چند روز پیش هم در یکی از برنامه تلویزیونی نیما راشدان اشاره کرد که چند نفر از اعضای تیم دولت روحانی عملا بازجو بودن، این ساختار امنیتی بلد هست که چگونه مردم رو بترسونه و اینا با استراتژی ترس یا اصطلاح نصر به رو که استفاده میکردن میان حرارت ایجاد میکنن، حساسیت ایجاد میکنن که اگر رأی ندین اتفاق میفته. همین الان یک دوستی از کارولینای شمالی برای من پیغام فرستادی که دوستان اصلاح طلب روی شبکه‌های اینترنتی دارن میگن که اگر شما رأی ندین جنگ میشه. من سوالم این است که اون جنگ کی هست و کجا بوده و در نتیجه این بحث ها خیلی جالبه و سوال گنده تر این است که این کسانی که دارن میرن و ناراحت هستن که حالا ممکن اتفاق بیفته، آیا نسبت به حضور سربازان سپاهی ایرانی در سوریه که باعث قتل مردم سوریه شدن، آیا هیچ وقت دولت رو بازخواست کردن، سوال کردن؟ آیا این کسانی که میان با طالبان همکاری میکنن، بر اساس گزارش های اخیر جمهوری اسلامی با طالبان داره تو افغانستان همکاری میکنه، همون طالبانی که به ظاهر با جمهوری اسلامی مشکل داره، به جز اینکه مثلا به رهبران القاعده و به فرزندانشون پناه داده بود جمهوری اسلامی و یا با گلبدین حکمتیار سالهای سال کمک کرد، کسی که یکی از جنایتکاران هست نسبت به مردم افغانستان. اینا رو سوال نمیکنن خیلی از رای دهندگان. به نظر من این نکته هست که کسانی که میخوان برن پای صندوق ها فکر بکنن که آیا رأیی که میدهند باعث بهتر شدن موقعیت کشور میشه یا کمک میکنه که جمهوری اسلامی با افتخار بیشتری بیاد حمایت بکنه از گروه های تروریستی، از بشار اسد، از حزب الله لبنان، از طالبان و گروه هایی که دارن حقوق مردم دیگر نقاط رو هم از بین میبرن. بی نهایت سپاسگزارم نیکانگ. اگه اجازه بدی که از تلفن ها رو باز کنم دوستی که روی خط هست رو بشنویم. درود به شما، همراه شما هستیم. الو بفرمایید. خواهش میکنم قربان. چیزون اندیشه؟ بفرمایید علی جناب، بفرمایید. سلام، وقت شما بخیر باشه. من از ایران خدمتون زنگ میزنم و میخواستم تو برنامهتون شرکت کنم. خواهش میکنم شنونده حرفای شما هستم. امکان پذیر کردید شما واسه من؟ بله قربان، متشکرم. بفرمایید. گرانی دارم خدمت شما. ببینید من یک چند تا نقطه نظره، البته نقطه نظر گفتن خب باید آزاد باشه. من به عنوان یک شهروند ایرانی باید این سوال تو نظرمه که خانم شهربانو و شاهزاده و شما دستن در کاران نظام شاهنشاهی مواضعتون و موضع‌گیریتون راجع به جمهوری اسلامی ایران چیه؟ آیا جمهوری اسلامی ایران سندیت داره که داره؟ و من به عنوان یک شهروند اینو میگم شاهنشاهی اگر رفته باید مواضع من 897 ایران هستم و سناتور و یا آقا مهدی هستم، درست؟ من به عنوان یه شهروند اینو میخوام از شما، به عنوان یه همنوع یه دوست، آزادی بیان در شما باید آزاد باشه و نگاه شهربانو و شاهزاده به ایران کنونی باید گونه‌ای باشه که جمهوری اسلامی ایران رو سندیت بش بده و سندیت دادن هر جمله اینه که من اینو میگم باید تمام مشکلات ملت ایران، ملت غیور ایران رو شهربانو و شاهزاده مد نظر خودش قرار بده، از جمله قاچاق کالا، از جمله سرقت، از جمله مواد مخدر، از جمله از هم پاشیدگی خانم خانواده که صحبت های اینا رو همین مسئله است و شما باید این رو مد نظر خودتون قرار بدید. خب دوست عزیزم اجازه بدید صدای من رو میشنوید. اجازه بدین عزیزم سوال دارم میخوام جواب منو بدین. آقای عزیز سوال دارم میخوام جواب منو بدید. ابتدا عرض کنم فرمودید که موضع ما، موضع رسمی شاهزاده رضا پهلوی هرگز رژیم جمهوری اسلامی رو به عنوان رژیم در حکومت میشناسن ساختار سیاسی رو، ولی هرگز با اون بیعت نکرده، نمی کنند و نخواهند کرد. دوم
ساختار شاهنشاهی که شما فرمودید که برای ساختار شاهنشاهی ما کار میکنیم خیر، ما به دنبال برگزاری انتخابات آزاد در ایران هستیم که مردم ایران مشخصاً بتوانند در یک انتخابات آزاد بر اساس قواعد بین المللی و تحت نظارت سازمان‌های بین المللی آینده سیاسی خودشون رو و نخبگانی که بتوانند در یک مجلس مؤسسان قانون اساسی رسمی آینده ایران رو بنویسند رو انتخاب کنند و به نظام آینده سیاسی دموکراتیک، پادشاهی، پارلمانی، ریاستی، هرچه که هست مردم رأی بدن. تا به اینجا. دوم، سوالی از محضر شما دارم، آیا شما مواضع شاهزاده رضا پهلوی رو در وبسایت رسمیشون، برنامه‌های افق یا صفحات رسمی ایشون در شبکه‌های مختلف مجازی از فیسبوک و توییتر گرفته تا اینستاگرام و تلگرام دنبال می‌کنید یا خیر؟ ببینید جناب دنبال می‌کنید یا خیر قربان، جواب من آره یا نه است. من دنبال میکنم. اوکی، پس اگر دنبال میکنید مشخصا متوجه این اگر دنبال میفرمایید مشخصا متوجه این موضوع هستید که در مورد تک به تک موارد و مسائلی که در این زمینه وجود داره ایشون اظهار نظرهای معین مشخص و بیانیه های کاملا واضحی دارن و مطابق همین بیانیه ها در خصوص مسئله آب که شما گفتید همین اخیراً میهمان برنامه ایرانیستاز آقای کوثر بودند به مناسبت روز زمین، درست عرض میکنم آقای کوثر؟ بله، مطلبی نوشته بودند در سایت هافینگتون پست درباره بحران آب که باعث نابودی کشور میشه و باعث راه حلی راجع به این قضیه فکر کرد و من میدونم که ایشون با محققین مختلفی در حوزه آب در تماس هستن که دارن فکر میکنن که چه کاری میشه کرد برای بهتر شدن وضعیت در نقاط مختلف. ممنونم. من یه جمله رو اضافه کنم، دوستان گفتن که بایستی به جمهوری اسلامی سندیت داد. سندیت رو هیچ فردی به هیچ رژیمی نمیده، این مشروعیته که مردم به یک رژیم خواهند داد و مشروعیت رو هرگز جمهوری اسلامی نمیتونه از مردم امروز ایران، از جوانان امروز ایران بگیره. خود علی خامنه ای بهتر از هر کسی میدونه و همه ساختار این حکومت، حتی حسن روحانی میدونه، کسانی که به او رأی میدهند سبک او رو نمیپسندند، کسانی که به او رأی میدهند به دنبال آزادی هایی هستند که در چهارچوب رژیم اسلامی، قانون اساسی جاری در کشورمون و اصول و قواعد مذهبی تحمیل شده به کشور در چهارچوب قوانین رسمی و حکومتی قابل اعاده نیست. با این حال تک به تک شهروندانی که همین حالا میخواهند بروند و رأی بدهند یا خیلی از شهروندان بیشمارتری که رأی نخواهند داد باور دارند که بایستی شرایط موجود در کشور تغییر کنه. برخی مثل من وقتی 20 سالم بود و به روحانی به خاتمی رأی دادم فکر میکنند روحانی میتواند کاری بکند، اما تجربه به من و فکر میکنم به شما نیکاهنگ آموخ که ما نه در یک مسیر رو به جلو یا رو به بالا بلکه در یک مسیر گرد گام برمیداریم که هر از گاهی هر 4 سال یک بار ما رو دقیقاً برمیگردونه همون جایی که ابتدا بودیم. غیر از اینه؟ والا با یکی از دوستان در ایران بحث میکردم، میگو وضع ما انقدر خرابه که وقتی میخوایم رو به جلو حرکت بکنیم میگیم ایشالله وضعمون بشه مثل 38 سال قبل. خب این خیلی حرف بدیه، یعنی ما پیشرفتمون عقبگرد، یعنی عقبگرد تاریخیمون وضعمون بهتر میشه. این یعنی که چقدر وضع خراب شده و چقدر سقوط کردیم و کسانی که اومدن و خیلی از اون دانشجویان عزیز کنفدراسیونی یا انجمن اسلامی قبل که از منابع کشور تونستن بیان تحصیل بکنن اما علیه منافع کشور عملا رفتار کردن با اقدامات خودشون، حالا ممکن ناراحت بشن از حرف من، اما نتیجه کارشون دیدیم که کمک به یک جمهوری بود، به یک ساختاری بود که پاسخگو نیست و الان هم بخش عمده ای از مردم قربانی این سیستم هستن. بی نهایت سپاسگزارم نیکاهنگ کوثر عزیز. اگر اجازه بدی یک خط تلفن دیگر رو هم باز کنم و برنامه رو با همین گفتگوی با آخرین شنونده همراهمون ببندیم. دوست عزیز روی خط هستید، بفرمایید. سلام آقای. سلام قربان، عرض احترام دارم. آقای من رادیو چیزی که از تلویزیون رو گوش میدادم، حتی خودم با نظر رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی موافقم که باید تحریم کرد و نافرمانی عمومی. منتها تو یکی از این تلویزیونایی که چون تاکتیک جالبی رو مشخص می‌کردن که یعنی البته صحبت‌های یکی از این سران رژیم رو پخش می‌کردن که می‌گفتن اگه مردم شرکت نکنن
بهتره، برای اینکه با عدم شرکتشون ما به هدف خودمون میرسیم، اون کسی که میخوایم انتخاب میکنیم که منظورشون رئیسی باشه. درسته. یعنی هرچی کمتر شرکت بکنن ما راحت‌تر میتونیم به هدف خودمون برسیم، و هرچی بیشتر شرکت بکنن کار ما سخت‌تر میشه، برای اینکه به اصطلاح اون توده مردم یا اون دزگیری که شکم کنن احتمالاً به اون کسی که ما نمیخوایم رأی میدن. بله. و اون تلویزیون حالا از هم کارهای همخدشون پیشنهادشون این بود که تو این دعوا مردمی ما که رأی نمیدیم، ولی اونایی که میخوان رأی بدن رو تشویق بکنیم که به اصطلاح به روحانی دیگه، و این به قول معروف این دعوایی که بین این جناح هست رو داغ‌تر بکنیم. میخواستم ببینم شما یا رضا پهلوی نظرشون راجع به این تاکتیک چیه؟ البته میگن این تاکتیک رو نمیشه علنی که، برای اینکه به قول معروف اونها هم به قول معروف دوزاریشون میفته که یه عده میخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن. ممنونم عزیزم، خیلی سپاسگزارم از تماستون. آقای کوثر، اشاره ایشون به فیلم منقطعی هست که اول آخرش بریده شده از مصاحبه آقای دهباشی با حمید رسایی که میگه اگر شرکت در انتخابات زیاد باشه کنترل صندوق کنترلر را از دست ما در میره. البته اون نقل مظلوم میکنه از فرد دیگری سر و ته این بخش بریده است. نظر شما رو بشنویم. همون که خودتون گفتین، چون اینها کامل نیست، گفتگوی کامل نیست، و دوم از منظر اینکه رأی ندادن خیلی ها در حقیقت به هر کسی در ساختار جمهوری اسلامی یک پرنسیپه، یک اصله، یک بحث اخلاقیه، و برای عدم تایید و عدم در حقیقت مشروعیت بخشی به ساختاری هست که باعث نابودی منابع و ظالم هست به حقوق انسانها. این که بیاد یکی مشارکت بکنه و یا مثلا رأی بده به یک طرف برای اینکه اون طرف برنده نشه، خب میتونه یک تاکتیک باشه و حقوق هر کسی هست. اما کسانی که رأی نمیدهند عملا اکثرشون نگاهی که دارن به این مسئله این هست که نمیخوان مشروعیت ببخشن و برای رأی خودشون ارزش قائلن. به نظر من هر انسانی بایستی برای رأی خودش ارزش قائل باشه. اگر 38 سال پیش پدران و مادران ما برای ایران و برای سرزمینمون، برای نسلهای بعد ارزش قائل بودن، چک سفید رو امضا نمیکردن و رأی آری رو توی صندوق نمیریختن. من به سهم خودم از تمام پدران و مادرانی که چنین کاری رو کردن بسیار ناراضیم. ممنونم آقای کوثر عزیز. اشاره کردن به موضع شاهزاده رضا پهلوی، من این مسئله رو هم اشاره کنم که موضع ایشون مشخصاً و معیناً همون جمله پیشینشون هست که فرموده بودن رأی ندادن خود یک رأی است، و فکر میکنم به وضوح از این مسئله صحبت کردن. در آخرین واکنش و موضع‌گیری هم در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز شاهزاده رضا پهلوی مشخصاً گفتند که آنچه اتفاق میفته نوعی کلاهبرداری سیاسی است، و آنچه در قالب انتخابات در این مرحله انجام میشه همین هست. دوست عزیزمون هم اشاره کردن که راهکاری که وجود داره راهکار مقابله است و راهکار این که این آتش رو داغ کنیم. در حقیقت رأی ندادن خود یک رأیه. شاهزاده نگفتن رأی ندید، یا بسیاری از کنشگران امروز در بیرون نمیگن رأی ندید، بلکه میگویند مطالبه گرانه پای صندوق رأی برید. دموکراسی فقط صندوق رأی نیست، ده ها موضوع دیگه در کنار هم پکیج دموکراسی رو میسازه، و حق ماست که از همه این پکیج برخوردار بشیم. من یک دکترم اضافه کنم، استدلال میکنم اگر دوستان بالاخره لطف بکنن، و یکی از چند تا از اون تصاویر، حالا ببینم وقتمون محدوده، یکی مال قلعه حیوانات هست. بله. که ببینید در قلعه حیوانات که جمهوری اسلامی یک نماد کامل قلعه حیوانات هست، خوک ها در حقیقت حکم میراندن و تصمیم میگرفتن و حیوانات دیگر میرفتن رأی میدادن. بحث این نیست که ما بخوایم مقایسه بکنیم و باعث ناراحتی روح دوستان بشیم که بگیم چرا ما رو با حیوانات، نه، کلیلو دمنه همینه، در حکایت های مثنوی همینه، همیشه در ادبیات داشتیم، همیشه خوک‌ها تصمیم می‌گرفتن، سایر حیوانات هرگز نمی‌توانستن تصمیم اتخاذ کنن، ولی رأی دادن را یاد گرفته بودن. اینو دقت بکنیم، خدا بیامرز جورج اورول، کاش جمهوری اسلامی رو می‌دید یک نسخه دوم این وش، چون خیلی تفسیر برداره. حکومتی که این همه داره ظلم میکنه چطور تونسته با همراهی بخشی از مردم به نابودی سرزمین کمک کنه که مردم نسلهای بعدیشون از امکانات محروم بمونه؟
بی نهایت ممنونم نیکانگ کوسر، دوست و همکار روزنامه‌نگار من در واشنگتن دی سی که همراه من بودی تا این دیر هنگام شب به وقت شما در واشنگتن، و البته از شما هم سپاسگزارم برنامه ما رو دنبال کردید. دوستانی که روی فیسبوک برنامه رو دنبال کردن، بحث داغی در گرفته، جمله بسیار زیبایی رو در خلال حرف‌ها می‌خواندم در فیسبوک که دوستی نوشته بود افعی کبوتر نمی‌زاید. اگر باور کنیم که آنچه خمینی کاشت تخم افعی بود، هرگز بر شاخسار اون کبوتری رویش نخواهد کرد.